مارکتون بسته است الان صدای من هست توی جلسه بسیار علی. من جلسه رو شروع میکنم با اجازتون درود و وقت به خیر ارز میکنم خدمت همه ی همکاران و فعالین در حوزه حقوق بشر و همچنین علاقمندانی که ما رو از فضای مجازی دنبال میکنند در حال برگزاری جلسه ویژه نمایندگی اروپا قانون دفاع از حقوق بشر در ایران با موضوع حق اعتراض و با محوریت وجدان احساسی و روانی در خدمت شما عزیزان هستیم همونطور که میدونید در اعلامیه جهانی حقوق بشر در مورد حق اعتراض آمده است که هر کس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت های مسالمت ها میز تشکیل دهد و همچنین در این خصوص در اصل 26 و 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم ذکر شده که احساب جمعیت ها انجمن های اسلامی و سنفی و اقلیت های دینی شناخته شده آزادن که تشکیل تجمع و اعتراض دهند مشروط بر اینکه که موازین جمهوری اسلامی را نقض نکنند با این پیش زمینه وقت بخیر ارز میکنم خدمت مهمان عزیز برنامه جناب آقای دکتر علی صدارت که در این خصوص بفرمایند که موازین جمهوری اسلامی ایران تا کجا امتداد داره و اگر که حالا شهروندان اعتراضی رو بخوان انجام بدن چه به قولی مشکلی برای موازین جمهوری اسلامی پیش میاد بفرمایید آقای صدرات مایک ما در اختیار شماست ممنونم ازتون این سوالی که الان مطرح فرمودید مواز، موازینی که جمهوری اسلامی تا کجا امتداد پیدا میکنه اجازه بدید که اه یه جور دیگه مطرحش کنم اون چیزی که به به صلاح روحیه مردم سالاری بیشتر میخونه و اینی که اینی که مثلا متاسفانه بعضی از هموطنان ما شاید کمتر به صورت فعال و شاید متمایل به سمت منفعل یک مسئله رو تو ذهن خودشون سوال و جواب میکنن البته خیلی واضح برمیگرده به عرایز من امروز اینجوری مطرح بکنیم به این شکل که ما میخوایم تا کجا امتداد پیدا بکنه موزگیری های جمهوری اسلامی و ما میخوایم تعیین بکنیم که چه محدودیت هایی بر جمهوری خیلی دا تعمل دارم راجع به اینکه این رژیم رو بگم بهش جمهوری اسلامی وقتی هم میگم اشتباه میگم منظورم هستش رژیم ولایت مطلقه پس به نظر من در درون ما بهتر اینجوری باشه با توجه به حقوق مداری و با توجه به مردم سالاری که ما مردم با توجه به حقوق ذاتی خودمون مایل هستیم که چه محدودیت ها رو بر رژیم رژیم ولایت مطلقه بذاریم اون وقت این اصلا افق دید رو کاملا گسترده میکنه به این ترتیب که هر دولتی بیاد سر کار ما مردم بایستی که اون محدودیت ها رو براش بذاریم دولت به هر حال مرکز برایند قوای داخلی و خارجی است و این توازن قوا یا بهتر بگیم بیتوازنی زعف ها اگر که ما مردم اون چارچوب ها رو اون محدودیت ها رو براش قائل نشیم میشه رژیم ولایت مطلقه پهلوی یا رژیم ولایت مطلقه فقیه که این آقایونه که فعلی هستن در نتیجه به این ترتیبی ریزکاری کوچیک که به این ترتیب اگر که مطرح بکنیم خود به خود ذهنمون افاق دیدش گسترده میشه خب حالا با توجه به این فرمایش شما من الانه اگه بشه اون تصویر رو خیلی کمک خواهد کرد آه آه شما دوستان عزیز رو من توی رسانه های اجتماعی خودم هست آقای رایی اگر که زحمت بکشن میدونم دسترسی دارن به چیزهایی که به صلاح توی سایت منتشر میشه و اونو اونجا بذارن منو ممنون خودشون میکنن اون عکسی که الانه توی آه آه کانال تلگرام من هست و توی اینستاگرام و توییتر هم, گذاشتم اگر که نمیدونید راجع به چی صحبت میکنم همین الان چند دقیقه پیش اونجا گذاشتم میتونید تشریف ببرید اونجا ببرید برای اونجا ببینید برای اینکه بدون نگاه کردن به اون تصویر یه مقداری مشکل میشه و این چند دقیقه که من وقت دارم ممکنه کافی نباشه خب ممنون میشم از دوستانی که این زحمت رو میکشن قبلا هم فرمودن خانم بیجندی که مثل بقیه برای دوستان ارسالش کردن در حال تو سایت منم هست اگه جستجو بکنید من الان شعر میکنم چرا باید یه لحظه من 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 بله بله اون کار جلسه همون رو خیلی چیز میکنه خیلی راحت میکنه که بتونیم راحت بریم جلو بله شود که خب آه... هر وقت که اومد به من لطف کنید بگید که من حواسم به صحبتان باشه وقفه ایجاد نشید خب سوال اصلی این هست که یک انسان آه، که شما مثلا هر آدمی را در نظر بگیرید یک انسان رو در نظر بگیرید که اون انسان حرکات و سکناتش چه شکلی هست باستابش در تعامل با بقیه چه شکلی هست در رابطه با خودش چه شکلی هست در رابطه با دیگری و دیگران چه شکلی هست و در رابطه حتی با طبیعت چه شکلی هست خانوم بیرجندید آها همینه خودشه بله بله آم یعنی در واقع یه شخصی رو که ما مورد نظرمون هست چطور میشه که چی میگه چی نمیگه چی مینویسه چجور عمل کردش است و اینطور چیزها یعنی در واقع بخوام به یک سخن آشنا با واژگان آشنا از ممنونم از ازتون الان خیلی کمک میکنه با واژگان آشنا بخوایم راجع بهش صحبت بکنیم کردار گفتار نوشدار یک شخص چی تعیین کننده اون هست البته همه اینها برمیگرده به پندار اون شخص یعنی در پندار ما چی میگذره که گفتارمون چیست که کردارمون چیست که نوشتارمون چیست خب این برمیگرده پس به ذهن آدم به پندار آدم به فکر آدم اون وقت این انسان اگه در این تصویر مشاهده بکنید به صورت مثلا رنگ صورتی اون وسط نوشته انسان در اون آه، آه، مربعی که هست بعد میبینید که در چهار بود اساسی فرهنگی بود اجتماعی بود سیاسی و بود اقتصادی آدم این تصمیم های روزمره زندگیش رو میگیره و ارزم به خدمت شما به اون ترتیب عمل میکنه و وجدان وجدان هایی که به اصطلاح بیشتر میشه راجبش صحبت کرد میشه اونو هم داد وجدان علمی وجدان تاریخی و وجدان اخلاقی ولی همونطور که میبینید مرکزیت همه اینها از دید من اون وجدان احساسی روانی عاطفی هستش حالا یه مثال براتون میزنم اینی که شما مثلا تصمیم میگیرید که امروز برم مثلا فلان کار رو انجام بدم برم مثلا ورزش بکنم برم کوه نوردی یه موقع هستش که تو فکرتون انرژی مثبت هست سازنده است اصلا در حالت روحی بگیر و ببند و برو جلو و فعالیت بکنه ورزش بکنه شادی طبیعت این حرف هست؟ یه موقع نه روحیتون به هر دلیلی که هست یک عزیزی از دست رفته یه بیماری تو خانواده هست الان هم دیگه دلایل منفی انرژی منفی توی زندگی همه ما بسیار زیاد هست وقتی که همین یک تصمیم تصمیم این که برم کوهنوردی به ذهنتون میرسه در شکل دوم اون حالت احساسی روانی به خودتون میگید آبا ولش کن بریم چکار کنیم آخه بریم حالا نشستیم اصلا حوصله نگاه کردن آدما رو ندارم بیشینم تو همین اتاق خودم درم ببندم اصلا حوصله هیچ ندارم اصلا ورزش هم نخواستیم این یک آدمه ولی بر اساس اینه که تو روانش تو احساسش تو عاطفش به لحاظ روانشناسی و به اصطلاح روانپزشکی چی میگذره تصمیم های مختلفی ازش میاد بیرون حالا یه مثال خیلی ساده شو براتون زدم حالا یه مثال بزرگتر اینی که الان وقت انتخابات انتخابات که چرز کنم انتصاباته حالا بریم رأی بدین یا تحریم بکنیم اون چیزی که در عالم واقع در زندگی هر فردی اتفاق افتاد ظرف این چهل سال گذشته خب میاد چیکار میکنه میگه که وجدانم در زمین این رو بعد نیستش که همین ابتدا بگم وجدان داریم یا اینکه وجدان داریم وجدان با جیم معرب وجدان پارسی هست به زبون کردی وجدان اون عکسش هم گذاشتم توی در اختیار دوستان تو گروه واتساپ هم هم هست در رسانه های دیگه هم, هم, گذاشتم وجدان دو تا کلم هست وج به معنی خود دانم دانستن آگاهی در فرهنگ لغت که نگاه بکنید کلمه فارسی که ریشه کردی هم داره وجدان هست همونطور که احتمالا الان اگه دقت بکنید هر کسی هم که صحبت میکنه هر کسی که اکثر کسانی که در زندگی معمولیشون صحبت میکنن ممکنه همیشه بنویسن وجدان با جیم بنویسن ولی تقریبا همیشه هممون تقریبا وجدان تلفظ میکنیم حالا خیلی جالب بود من برای بار اولی که این اینو به صورت وجدان نوشتم یک هموطن عزیزی که خیلی خیلی اصرار داره که آقا نباید بگیم سلام سلام عربیه و دینیه و فلان از این حرفا باید بگیم درود حالا نشون دوست عزیزمون دادم که اولا که سلام عربیه یا درود دینیه یا دینی نیست همون تو فرهنگ لغات که نگاه بکنید مفهوم های دینی بیشتری از توش در میاد از چیز از ارزم به خدمت شما درود تا سلام و بله اینم گذاشتن الان اینجا ولی وجدان اون فارسی هست اون کسی که به من ایراد میگرفت که چرا میگی سلام چرا نمیگی درود به خاطر اینکه سلام دینی درود فارسیه حتی به این وجدان و وجدان هم با اون لحن شدیدی که متاسفانه با من ارائه داد برخورد کرد در نتیجه وجدان رو من میپسندم برای اینکه اولا اونجوری تلفظش میکنن ثانیا اون رو به صلاح فارسی تر میدونم و به این ترتیب پسندمش. بعد برگردیم به همون تصویر اول پس او... توجه بفرمایید که یک انسان داریم راجبش فکر میکنیم که متشکرم همین تصویر منظورم بود که این انسانی که به ن... رنگ صورتی در اون مربع گذاشته شده میخواد حالا تصمیم بگیره که من برم رای بدم یا رای ندم میاد بر اساس وجدان تاریخیش نگاه میکنه میگه که بله این رای دادن هرچی رأی دادیم وضعیت ما از بد به بدتر رسیده نیست که رای ندیم بهتره این تحریمی که اینا این همه دارن فعالیت میکنن کسانی که دارن فعالیت میکنن در تحریم انتخابات از لحاظ تاریخی بخوای نگاه کنی بهش به نظر درستتر میاد به لحاظ علمی بری نگاه کنی بهش میبینی که حتی تحقیق شده در مورد بایکات هایی که انجام شده در کشورهای مختلف یکی از هموطنان عزیز اصلاح طلبی که خیلی روش این رژیم سرمایه می‌کرد و ده ها هزار نفر توی این رسانه های اجتماعی دنبال کننده داشت و یکی از عاملین بسیار موثری بود در اینکه مردم خودشون رو زندانی بکنن در زندان بد و بدتر این تحقیق رو اشاره کرد بهش که 956 درصد چندین کشور رو که راجبش تحقیق کردن نشون داده شده که 95 درصد کار به جایی نبرده من رفتم اینو مطالعه کردم برام جالب بود گفتم خب به لحاظ علمی شاید ما داریم اشتباه میکنیم این چنین توصیه ای رو میکنیم برای تحریم رفتم دیدم که اون چهار درصدی که میگه که موفق بودن و 96 درصد ناموفق بودن دقیقا اون چیزی است که ما داریم پیشنهاد میکنیم یعنی چی یعنی اینه که به لحاظ علمی اگر که اولا خشونت زدا باشه ثانیا بنمایه تفکر و تعقلش موازنه منفی باشه موازنه عدمی باشه صد درصد موفق میشه یعنی چهار کشور یا چهار درصد اون کاری که ما میگفتیم ما انجام دادن و هر صد درصدشون موافق بودن در نتیجه وجدان علمی هم به این تر حالا وجدان اخلاقی در مورد همون رای دادن میاد میگه که بله من برم اگر که به اینا رای بدم در واقع این رژیم رو بهش مشروعیت دادم در رای گیری شرکت کردم در افکار عمومی دنیا این اخلاقی نیستش که برم این کارو بکنم اینا که اینقدر جنایت و فساد و بی‌کفایتی دارن من اخلاقا نباید دارم اینا رو حمایت بکنم و مشروعیت بدم ولی الان دیگه بد الانه هست این کار ولی بدتر اینه که مثلا از همون موقعی که شروع شد ناطق نوری بیاد یا ارزم به خدمت شما خاتمی بیاد اصلاح طلبان یا رفزنجانی بیاد یا موسوی و کروبی بیان یا مثلا احمدی نژاد بیاد یا اینجور چیزا اخلاقا بد هست ولی دیگه اون خیلی بدتره حالا بریم به این بعده تم بدیم خب این چرا این علا رقم اینه که وجدان خوددانی تاریخی علمی اخلاقی بهش حکم میکرد که نه باید تحریم بکنی چی این وجدانها رو مخدوش کرد و اون وجدان احساسی وجدان احساسی که مخدوش شده باعث شد که اون فرد تصمیم بگیر که نه برای رهایی برای به گیر بدتر نیفتادن بریم به بد رای بده حالا چی شد که این وجدان این شکلی شد ببینید بسیاری از مخاطبین عزیز من شاید تجربه کرده باشن زندان رو و تمهیداتی که زندانبان ها و شکنجگر ها در داخل زندان ها انجام میدن. زندانبان حالا شاید اصلا تو گروه شما بد نباشه راجع به روش های شکنجه و ارز کنم که کارهایی که زندانبانها میکنن رو راجبش توی جلسه صحبت کنید اگه علاقه من بودید بفرمایید در یه جلسه میتونم اونها رو الان به خصوص که میگیرن و میبرن شاید به صلاح موضوعیت بیشتری داشته باشه زندانمان و شکنجگر چه به لحاظ شکنجه های فیزیکی چه به لحاظ شکنجه های روانی اصل و هدفش این هستش که به اون شخص به اون سوژه بفهمونه که اشتباه کرده بفهمونه که آدم بدیه بفهمونه که آدم تصمیماش غلطه اون وقت به اون درجه که رسید میگن زندانی شکسته شده شکسته یا بریده وقتی که برید دیگه همه چی رو میذاره زیر, زیر پاش میگه من کجا رو میخوای امضا کنم امضا کنم بر علیه خودش شهادت میده اعتراف نامه میکنه میاد تو تلویزیون حتی فیلم زخم میکنن ازش سه یه مومی در دست شکنجه گرد میشه حالا این واضحه به شکل شدید میشه فهمید که چی کار داره میکنه بهش به یک, یک زندانبان یک شکنجگر یک بازجو به یک زندانی که بشکنه به درجه شکستن و بریدن برسه این همون کارها رو به صورت تقریبا ناملموس در سطح جامعه رژیم میکنه رژیم استبدادی همون رفتاری رو که یک شکنجهگر با یک زندان داره رژیم با کل جامعه داره مثلا زندان انفرادی که تمام اطلاعات ازش گرفته بشه information deprivation که بسیار موثره الان ببینید که توی رسانه های ایران چی چی به خورد مردم میدن یعنی در واقع از اطلاعات صحیح کاملا محرومه اینه که ترس باشه در دل آدمها مثل زندانی سیاسی میترسوننش میام جلوی چشت دخترتو پسرتو میکشم یا یه کار دیگه ای میکنم همش تو دل رو ترس باشه یا بیایم در جامعه اصلا یه مادر ندونه این دخترش داره میره بیرون حالا دو تا تار موش بیرونه یا سه تا بیرونه حالا امروز بهش اسید میپاشن یا میزنن میبرنش یا مثل محسا شهید محسا میکشنش اصلا یک تنشن و استرابو به صلاح نگرانی و دقدقی یه من تو جون آدم هست. این رسیده به یک جای جامعه که هر چهار سال یه بار میاد میشه به صلاح ابزار دست رژیم تازه نه هر چهار سال یه بار در طول اون چهار سال تو مغزش فرو کردن که سیاست پدر مادر نده این سیاسی ها همه سرطه یک من سیاسی نیستم من نمیتونم این من سی... اصلا من اهل سیاست نیستم در صورتی که این شخصی که با این چند تا ای که الان گفتم به خودش یه بند میگه که من سیاسی نیستم در واقع این فرد که منفعلانه میکشه خودش کنار از تدبیر امور در مشارکت در ساختن های خوب و خوبتر خودش رو منفعلانه زن... زندانی میکنه در زندانهای بد و بدتر یعنی چی؟ یعنی در واقع سیاستی رو که رژیم میخواد رو اجرا میکنه چهار سال انفعال بعد دوباره سیاستی که رژیم میخواد رو اجرا میکنه حالا بدو بدو بریم رأی بدیم که گیره بدتره نیفتیم اون وقت این وجدان احساسی روانی عاطفی در جامعه ما بسیار بیمار شده مخدوش شده کدر شده تیره شده بی خود نیست اون سازمان های بین المللی سازمان ملل و جاهای دیگه که این چیزها رو اندازه می گیرن. کشور ما رو که اندازه یا بقیه کشورها رو اندازه می گیرن ناامیدترین افسرده ترین مسترب ترین عصبانی ترین از اینا بیشترم بگید ملت ها کشورهای مثل ماها هستیم ملت های مثل ماها هستیم چرا اینجوریه چرا در این صد و سی چلت هایی که فهرست میکنن مثلا دانمارک و سوئد و فلان و ها در اون بالا هستن ما در اون صد و سی و پنجم ششم هستیم چرا؟ اونا 5 تا دا انگوش دارن ما شیش تا دا انگوش داریم یا برعکس یا اینکه در اونا فیزیولوژیشون مثل فیزیولوژی ماست و در واقع همینه فیزیولوژی اونها مثل فیزیولوژی ماست منتها اون هورمون‌های های عصبی هورمون‌های های اعصاب سیستم اعصاب مرکزی ما بیمار شده مریض شده به خاطر اینکه این شکنجه های روانی و جسمی رو حتی در جامعه میدن درست همون شکلی که در داخل ایران در داخل زندان ها انجام میدن پس اون وقت اون شخصی که حالا با وجدان احساسی مکدر مخدوش بیمار تصمیم میگیره میخواد چه انسانی باشه پندارش بیمار شده مثل همون شخصی که تو زندان هست نورو هرمون بهش نورو هرمون هایی که تو مغز هممون هست اونا تعادلش به هم میخوره و میشه مثل یک موم در دست شکنجگر یه چیز خیلی روش کار شده مثلا اون کسی که یک روانشناس بود که معمور شد از, طریف، از طرق سازمان CIA که مغز متفکر حملات 11 سپتامبر رو مقرش بیارن شکنجش کنن یه روان، روانشناس بود 140 میلیون دلار کانترکت قرارداد گرفت از CIA که اونو بشکنه و همین روش ها رو بکار کار که در زندان های ما به کار میبرند و همون روش ها رو به کار برن که رژیم در کل به شکلهای مختلف در سطح جامعه به کار میبرن اون وقتی این تصمیم ها رو ما در ابعاد مختلف زندگیمون انجام میدیم داریم هنوز راجع به یک فرد صحبت کنیم. در بود فرهنگی، در بود اجتماعی، در بود سیاسی، در بود اقتصادی، در بود سیاسی بیاد بگه که مثلا نه باید بریم از خارج کمک بگیریم آقا تو به عراق افغانستان حمله کردی آقای امریکا بیا به ما حمله کن ما را از شهر آخونده نجات بده این اصلا اگر که نگاه بکنید بود اقتصادیش هم تصمیم غلطی داره میگیره این شخص بود فرهنگیش هم یه ضد فرهنگه بخوای حمله بکنه یه قشون خارجی به کشورت بود ف... اجتماعیش هم که به طریق اول این برگردیم به اون انسان اون وجدان علمیش مخدوش شده است وجدان تاریخیش کدره تاره از اون قفسه اطلاعاتی که در تاریخ تاریخچه ذهنیش داره اطلاعات غلط رو میاره بیرون و بعد تفسیر میکنه و در وجدان اخلاقیش هم همینجور کما اینکه در سال 88 در اون جنبش خودجوش مردم میگفتن آقا میدونیم ما کروبی چی کاره بوده میدونیم ما که آ، آ، موسوی چه کاره بوده ولی حالا بریم اینو دنبالش این شد بی اخلاقی دروی دورنگی دروغ گفتن به خود و به بقیه چرا اینطور شد به خاطر خدشه بودن وجدان احساسی روانی عاطفی آدم که آدم آهنی که نیستش که کامپیوتر نیستش که فرق منو یک انسان با یک کامپیوتر اون احساس و روان و عاطفه و اموشن و اینجور چیزا هستش حالا اون بالا نوشته وجدان عقیدتی دینی اندیشه راهنما یه موقع هست بنمایه تفکر و تعقل یک فرد بر اساس تضاد بعضی از این استالینیستای خیلی دو آتشه رو هنوز میبینیم که هنوز داره دنبال یه تزی میگرده یه یه آنتی تزی رو پیدا کنه اگرم نباشه میسازه اینا رو بندازه به جون هم دیگه که یک سنتزی از توش در بیاد نمیبینه که بابا چی بود تاریخچه شوروی با این طرز فکر چه جوری بود ولی یه موقع میبینید که نه اندیشه راهنمای یک شخص بنمایی تفکر و تعقل تا، یک فرد وجدان عقیدتی دینی باوری فکری یک شخص به جای تضاد یگانگی توحید همگرایی اون اصلا از توش یه چیز دیگه ای در میاد و اصلا اثر حتی میذاره وجدان احساسی روانی آدم و برعکس همطور که میبینید اینا رو من همه رو به همدیگه با این پکانهایی که کشیدم به همدیگه وصلش کرد و اون پایین نوشتم وطن روز داریم راجع به یک شخص حرف میزنیم اینه که یک وطن یعنی تن یک شخص تن یک شخص اون چه جور باشه در چه شرایط فیزیولوژیکی باشه بیخوابی داده باشن بهش کتکش زده باشن جلو چشش فرزندانش رو کتک زده باشن هم قطاراش و هم حزباش رو کتک زده باشن بی غذایی بهش داده بودن توی جای تاریک انداختنش زندان انفرادی توهین کردن تحقیر کردند اون وطن اون تن اون, اون موجود که این مجموعه که الان عرض کردم براتون توش هست اون بیمار شده در نتیجه اون اثر میذاره روی تمام چیزهای دیگرش به خصوص تو وجدان احساسی روانی عاطفیش و بعد در بهرهگیری از وجدانهای علمی تاریخی اخلاقی و تصمیمگیری در بود فرهنگی اجتماعی اقتصادی و سیاسی حالا این فرد در زندگی روزمره ماها اتفاق میفته یکی از همکاران من که این همین عملهایی که من میکنم و میکرد و بسیارم متبهر بود و چیزای روتین معمولی هم نمیکرد چیزهایی که بسیار پرخطر بودن اینو ما آشنایی نزدیک داشتیم خانوادگی اینا که یک شرایط ناجوری در زندگیش اتفاق افتاد این شخصی که عملهای بسیار خطرناک و پر استرس و پرفشار فشار رو میکرد و نتیجه بسیار عالی رو نصیب بیمارش میکرد به خاطر اینه که افسردگی پیدا کرد به خاطر اینکه که استراب پیدا کرد در ضمن به شما بگم اون استیگما و اون برچسب مشکلات روانی خوشبختانه هر که داره میگذره کم و کم رنگتر میشه یکیسی که افسرده هست نباید قضاوتمندانه بهش نگاه کرد یکیست که استراب داره نباید قضاوتمندانه بهش نگاه کرد اون در اون وطنش در اون جسمش در اون مغزش در اون نورو هرمونهاش یک عدم تعادلی به وجود اومده همونطور که در معده یک شخص عدم تعادل اسید و دفاع و این چیزا ممکنه پیش آدم زخم معده میگیره رفتار معده یه جوره رفتار از کنم که آ، آ، کبد یه جور رفتار مغزم یه جور دیگه است و باستابش یه جور دیگه است و وقتی که اون نورو هرمون ها فیزیولوژی آ، 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 مغز رو مختل می کنند از توش استراب ممکنه در بیاد از توش افسردگی ممکنه در بیاد و آمیخته از اینها این شخص دکتر بسیار متبهره با دست خوب با قلب خوب با مغز خوب اطلاعات خوب اصلا دست پاش می لرزید و مدتی شده بود که نمیتونست بیماراش رو اون خدمت بسیار خوبی که ارزانی کرده بود رو ارزانی کنه ولی وقتی که مراجعه کرد درمان شد دارو مصرف کرد و خوب شد باز دوباره برگشت به همون طبیب حاضق و پرتوانی که بوده حالا برگردیم به جمع با این مثال هایی که برای شما زدم یک جمع یک ملت میتونه وجدان احساسیش بیمار باشه یا میتونه سالم باشه در اثر تحریکات اجتماعی که روش هست همیشه فشار، روزخونی، گریه، تو سرکل زدن، ازاداری، ترس تنگناهای اقتصادی اون کپن بازی هایی که اول انقلاب در بهار انقلاب حزب توده تحمیل کرد به کشور ما توسط حزب جمهوری اسلامی آقای خمینی و شرکا اینا همش نگرانیه که غذا قضا و غذای خانواده‌ام چجوری بذارم تو سفره همش نگرانیه الان یک فرد در داخل ایران به خصوص و حتی حتی کسانی که در خارج ایران هستن چند جور دغدغه دارن در بود فرهنگی بود اجتماعی بود اقتصادی بود سیاسی و همینطور که این پکان هایی که در این تصویر مصور کردم اینها اثر میذاره از همه بیشتر تو وجدان احساسی آدم و اثر میذاره در به استفاده از وجدان علمی اخلاقی و تاریخی آدم و اون وقت اون وطن برای یک ملت وطن یک ملت اون وطن بیمار میشه و تصمیم هایی میگیره که مشروعیت داده چهل سال به رژیمی که صفاک خونخوار خشن دیکتاتور مستبده در خارجه به ایرانیا میگن بابا اینا همشون از جنس رئیسی ان همشون از جنس خمینی ان همشون از جنس خامنه ای همشون از جنس لاجوردی و خلخالی و اینها هستن بیا ببین تا موقع رای گیری میشه میرن در حال رای میدن دیگه ما مشروعیت دادیم ببین. ولی الان باز برگردیم به جمع و به ملت و به وطنمون وطن چه به, به لحاظ جغرافیایی وطن چه به لحاظ فیزیولوژیکی با این تو، توضیحی که براتون دادم اون وجدان احساسی روانی عاطفی تمام مردم ایران به خاطر شما روح حقوق بشر هستید به خاطر تجاوز به حق حیات شهید محسا امینی یه جرقه ای شد نه اینکه هیچ اتفاق نیفتاده بود قبلا هم کشور گل و بل بود ولی نهاد انسان نمیپذیره تجاوز به حقوق و یک مرتبه بیدار شد امروز چهلمش شد. شده این،, این, که شده حالا همون افکار عمومی دنیا که ما میگفتش که اینا آدمای همشون همین جوری هن. همشون مثل همین آخونده هستن همشون مثل لاجهوردی و خمینی و خامنه ای هستن ببینید چه جور افکار عمومی دنیا جمع شده بسیج شده در تمام دنیا به شکلهای مختلف در لایه های مختلف اجتماعی بسیج شده در تمام دنیا به پشتیبانی از ملت ایران این قضیه رو وقتی که از این دید نگاه بکنید لازم نیست حتما طبیب باشید و هر روز با کسانی که استراب و افسردگی دارن سرکله بزنید آنچه که زندگی حرفه ای من هست تا بتونید چنین نتیجه رو بگیرید در یک جامعه پیشرو در یک جامعه رشید حتی اطلاعات پزشکی هم بایستی که در اختیار توده مردم باشه و انحصارگرایی نباید باشه و از همه مهمتر به خاطر اینه که وجدان احساسی روانی عاطفی مادر همه ناراحتی های دیگه است مادر همه وجدان های دیگه است در بود فرهنگی اجتماعی سیاسی اجتماعی اثرگذار هست در وجدان عقیدتی دینی و اندیشه راهنما و بومای تفکر و تعقل چه به صورت فردی چه به صورت جمعی چه به صورت ملی چه به صورت دنیایی که الان میبینیم نتیجه شو اینقدر میتونه تاثیرگذار باشه من ترجیح میدم که عرایزم رو اینجا قطع بکنم و منتظر سوال و جواب هایی باشم که در این جمع سابقه خیلی خوبی داشته و من خیلی تجربه خوبی داشتم با جمع شما این وجدانهایی که برای شما عرض کردم علمی، تاریخی، اخلاقی و عقیدتی دینی در پندار ما و مرکز کانون اصلیش وجدان احساسی این مجموعه این وجدان ها رو بهش میگن وجدان عمومی یک فرد وجدان عمومی یک فرد آمیخته از تمام این وجدان هایی است که در اون وطن در اون بدن اون شخص چه بدن فکری چه بدن جسمی اون گذار میشه در پندار و کردار و, و ببخشید در گفتار و. کردار و نوشتار اون فرد و در پل قضیه در ملت که نگاه بکنید میشه وجدان عمومی همگانی آنچه که بعضی ازش ذکر کردم فکر جمعی حالا این فکر جمعی یا این وجدان عمومی همگانی میتونه مختار باشه یا میتونه جبار باشه اگر با این دید نگاه بکنید اون لفظ Uh, uh, به اصطلاح وجدان عمومی همگانی گویاتره، کارسازتره، کمک کننده تره تا فکر جمعی و ب... به این ترتیب هستش که من وجدان عمومی نه یک فرد بلکه همگانی رو ازش ذکر میکنم که هرچه مختارتر باشه هرچه به سمت مختارتر بودن میل بکنه اون جامعه سالم تر میشه اون فرد سالم تر میشه افراد سالمتر میشن اون جمع اون ملت سالمتر میشه در اون ردبندی های عصبانیت ناامیدی افسردگی خشم عصبانیت هی میره کمتر و کمتر میشه میاد رده پایین تر و در رده های خوشحالی امیدواری سازندگی سرمایه های اجتماعی هی میره میره بالاتر ما هیچمون هیچیمون کم نیست که بلکه بسیار بسیار زیادتر هم هست به لحاظ تاریخی که داریم که در صدر این ردبندی ها قرار دیگه. امیدوارم که این عرایز چند دقیقه خدمت شما عرض کردم و مشتاقان منتظر سوالاتون هستم بتونه به سهم خودش به نوبه خودش در این جهت باعث بشه که قدم هایی رو برداریم خیلی ممنونم از وقتی که بود بسیار عالی ممنون از شما ام. جناب صدارت آقای رایی دست بلند کردن مایک ما برای شما آزاده و بعد از اون آقای رضایی شایان بفهمید صحبتهای شما رو میشنید سپاس از شما یگانه فکر کنم میکروفون بندر اول وا ممنون از توضیحات کاملتون آقای سدارات خیلی عالی بود برای من یک سوالی پیش اومد که گفتین راجع به کمک به کمک دولت های خارجی به حمایت از اعتراضات ایران همونطور که خودتون میدونین و البته بوده از شهریور پنج و هفت تا بهمن که رسما انقلاب شد جپه آزادی بخش فلسطین از طریق اون نهادهای مربوطه اینجوری که بود خود خمینی هم اعلام کرده بود اسلحه وارد ایران می کردن که یه سری گروه های چپ و اونا وارد عمل بشن الان هم توی تظاهرات حداقل میتونن دولت های غربی به خصوص که کشور کانادا که خیلی از مردم اونجا و تقاضا کردن که سپاه پاسداران رو توی لیست تروریستی بذارن اما متاسفانه انجام ندادن آیا اینا میتونه کمک بخش باشه صرفا حمله نظامی نه ولی حمایت تحریمی و معترضانه علیه آقازاده ها و بچه های سران رژیم من مایکرو رو هم میکنم آه، بله سوال بسیار خوبی هست برگردیم به همین به اصطلاح تصویری که لطف کردن و گذاشتن من به شخص خودم به نوبه خودم بخوام به اون جواب بدم Uh, میبینم که به صورت تاریخی وقتی که هر uh, کاری این قدرت ها کردن در جهت منفی بوده خیلی واضحه در uh, uh, هیچ کشوری رو شما نمیتونید پیدا بکنید که هیچ دولتی رو بهتره بگم uh, نمیتونید پیدا بکنید که واقعا خواستار یک مردم سالاری درست حسابی تو کشور ما باشه روسیه میخواد چین میخواد امریکا میخواد امریکا چه بایدن باشه چه اوباما باشه چه ترامپ باشه نقطه های ظاهرا در جهت مخالف چه جانسون باشه چه کوربن باشه ظاهرا در جهت های مخالف آیا اونا واقعا میخوان در کشوری مثل کشور ما یک مردم سالاری واقعی باشه یا اینکه نه با پررویی و بیشرمی میگن ما منافع خودمون رو در ایران باید منافع ملی خودمون رو باید حفظ بکنیم پس وجدان تاریخی من به من میگه که نه من را با دولت های خارجی قدرت های خارجی بهتره بگم برای اینکه قدرت چه دولتی باشه چه غیر دولتی باشه اونها هم همینجور اونها هم واقعا مثلا یک شرکت های نفتی دولت قدرت غیر دولتیه اونها واقعا میخوان در کشور ما یک رژیم مردم سالار یک نظام مردم سالار باشه جوابش البته نه هستش از لحاظ وجدان علمی آیا واقعا از است، استدلال های علمی اصلا این خانایی داره که یک رژیمی که سرمایه سالار هست یعنی قدرت سالار هست یعنی مردم سالار نیست میتونه به لحاظ علمی در کشور ما ارزم به خدمت شما بتونه ببینه کوچکترین مردم سالاری رو یا اینکه نه به نفعش نیست اونم جوابش واضحه به لحاظ اخلاقی من اصلا میتونم بپذیرم اخلاقا حالا نریم به گذشته های دور که انگلیس تو کشور ما چه کرده همین کودتای 1332 28 مرداد رو بگیم اصلا میتونم من از یه کشوری مثل مثلا امریکا بگم که شما این کار رو بکن کار نکن حمله بکن شما خیلی خوشحالم که واضح و روشن میگید که نه حمله نظامی ولی عمل کرد از اون جهت اونم که یا مثلا کودتای خورداد 1360 که حالا یه روزی پروندهش میاد بیرون همونطور که کودتای مرداد 1332 اومد بیرون میبینیم که چه فاجعه آمیزتر بود کودتای خرداد 60 در مقایسه با کودتای مرداد 32 حالا میاد دیگه کم کم تاریخش میگذره و بعد اون غیر طبق مندیش مکنه. حالا احساس من چه شکلیه؟ آیا من ترسیدم؟ آیا یک به اصطلاح پس زمینه استراب و افسردگی توم هست؟ اونم طبیعه اون قضاوتمندانه بهش نگاه نکنید اینو تاکید معکد میکنم که نه در مورد خودتون نه در مورد هیچ کسی دیگه ای به این مشکلاتی که در روان و روح آدم عاطفه آدم پیش میاد قضاوتمندانه نگاه نکنید یه چیز طبیعیه هر کسی پیش میاد یه خود کم بخوابه یه خود زیاد بخوابه اون مثال پزشک چیزم که براتون گفتم که خب آیا من ولی اگر که من بشینم خودم رو روانکاوی بکنم و بعد روان درمانی کنم میبینم که نه اگر که با توجه به وجدان علمی تاریخی اخلاقی که الان براتون ذکر کردم اگر که میگم من که نمیتونم از دست من که کاری بر نمیاد در کف شیر نر خونخاره غیر تصمیم رزا کوچاری ما که نمیتونیم که بریم به عبر قدرت ها مراجعه کنیم اون وقت تاثیر میذاره همینطور که در این مثلث دیدید به وجدان علمی اخلاقی تاریخیتون و اونها را مخدوش میکنه و بعد شما در بعد فرهنگی اجتماعی سیاسی اقتصادی تصمیم هایی رو میگیرید یعنی پندار شما با مخدوش بودن وجدان احساسیتون فرمان میده به نوشدار و کردار و گفتار شما برای اینی که به کاخ سفید نامه بنویسید که آقا تحرمان رو زیاد بکن یا کم بکن یا چکار بکن تحریم های هدفمند جای خودشو به نظر من داره توسط قدرت های دولتی و غیر دولتی. الان شما تو این خیابونا این وسایلی که قوای سرکوب به کار میبرن کدومش ساخت ایرانه؟ این شوکرا که پرچم امریکا بوشه آدم میخواد یه مقدار کمی پول به خانواده زندانیان سیاسی بفرسته اونجا که در مزیقه هستن. هزار جور میان اینجا سراغش چه جور میلیون ها دلار قرارداد میبندن با, یک کشور تحت تحریمی که اونجا وسایل شنود بفرستن وسایل سرکوب بفرستن چوب و چماقای عصر جدید رو بفرستن اون کی میتونه جلو اینا رو بگیره ابر قدرت عبر قدرت واقعی قدرت و کلمه خوبی نمیدونم ابرتوانای واقعی بزرگترین ابرتوانای قد... واقعی دنیا که اون افکار عمومی است پس ما میتونیم بر افکار عمومی دنیا حالا در این مثال امریکا اثرگذار باشیم که تحریم ها هدفمند باشیم یه مثالی رو تکرار میکنم الانه اعدام کردن در امریکا ادام میشه هنوز اعدام جوری که میکنن تزریق داروهای بیهوشی با دوز مسموم داروهای خواباور همین چیزهایی که من هر روز استفاده میکنم واسه بیهوشی واسه عملام اونو مثلا چند صد برابر تزریق میکنن به مرد و اون شخصی که میخوان ادام کنه اونو خب البته میمیره دیگه حالا شرکت هایی که این داروها رو تولید میکنن اونا به هیچ زندانی نمیفروشن این داروها رو تحت فشار افکار عمومی خب ما چرا نتونیم این نسل دومی ها نسل اولی ها نسل سومی ها که در خارج زندگی میکنیم از جمله امریکا این شرکت ها رو پیدا بکنیم و به اونها فشار بیاریم که نفروش آقا شوکر نفروش به نیروهای ویژه قوای ویژه به این ترتیب من موافق هستم اینی که بریم حالا با آقای بایدن ما رو اصلا تحویل بگیره جواب سلام رو ما رو بده یا نده حتی حالا فراتر از اون سازمان ملل سازمان ملل متحد از دید من بی سازمانی دول متخاصمه درست برعکس هر کلمهش بی سازمانیه سازمان نیست ملل نیست دول متحد هم نیست متخاصمه چرا من وقت در 24 ساعت که 24 ساعت بیشتر نداریم که چرا رو خودمون کار نکنیم چرا افکار عمومی دنیا رو بیشتر بسیج نکنیم که اونا برن فشار بیارن به سیاست مداراشون و ما میتونیم و در این جهت مثال های دیگه هم میتونیم بزنیم ترجیح میدم که سوالات دوستانمون رو بسپرم الان یادداشت میکنم یه مثال دیگه هم میزنم امیدوارم جواب جنوالی داده باشم دوست عزیز بسیار عالی ممنونم از شما آقای رایی بفرمایید ما این که شما از. خیلی, خیلی ممنون با درود به شما دوستان گرامی و شما آقای صدرات گرامی آقای صدرات در داستان ها که قوم یهود گوسال پرست شد و برای اینکه این قوم از این گوساله پرستی در بیاد چهل سال حضرت موسی اینا رو برتی صحرا تا اینا تغییر روان روحیه بدن حالا اگه اینجور این برداشتی که میگم درسته از جهت دیگه هم میخونیم موقعی که در ملت های فاجعه های بزرگ مثل جنگ مثل سونمی اینا اتفاق میفته چند درصد مردم یا اسکیزوفرنی میگیرن و افسردگی ایجاد میشه و مریضی های بزرگ ایجاد میشه آیا بر اساس این دو مطلبی که گفتم میتوانی نجه گرفت که نسل هشتادی ها درمان پیدا کردن نسبت به نسلهای قبلی و توان فعالیت حقوقیشون بیشتر به این علت سالم ترن مرسی خیلی من من مرز سلام دارم به شما آقای عزیزم من سوال شما رو با چند تا مثال جواب میدم و نکته بسیار مشکل مهمی رو روش انگوش گذاشتید ببینید یک جوان دهه هشتادی ها دهه هفتادی ها حتی محل زندگیش آینده است یعنی در آینده زندگی میکنه در نتیجه فشار بیشتری روش هست یا انگیزه فشار ممکنه تعم منفی داشته باشه انگیزه بیشتری روش هست که برای سازنده برای سازندگی آینده خودش بیشتر فعالیت بکنه دهه هشتادی ها و دهه هفتادی ها هم حتی به یه شکلی اون فاجعه ملی تجاوز ها و جنایت ها علیه بشریت رو در دهه شست, رو تجربه نکردند. یعنی اینی که من در این عکسی که لطف کردن دوستان گذاشتن در تصویر زوم وجدان احساسی روانی عاطفی دهه 80 یا کمتر بیمار شده تا دهه 70 و قطعا کمتر بیمار شده در مقایسه با دهه 60 اینا خودشون رو پیدا کردن آیا حالا با این حجم تعداد عظیمی که دهه 80 دارن و با این دل دل دلیری و شجاعت تحسینامیز آدم اشک شوق به چشمش میاد این جوان رو میبینه تو وطن خودش افتخار میکنه آدم که ایرانیه تو پاویمیان دکتران نشسته بودم یک خانومی که اصلا نصب روسی داره یک طبیبی اومد با من گفت خیلی خبر هست تو یهو شروع کرد گریه کردن که چقدر تحسین هستش ملت ایران ولی در دهه شست هرچی کردن قدرت ها قدرت های داخلی خارجی قدرت های ارز کنم که دولتی غیر دولتی هرچه کردن این بود که دین شماها ها اینه که میگی انقلاب اسلامی همش مال انقلابه این بلا رو سر خودتون رو بودی. همش مال اسلامه اصلا شما ایرونی آدمای کثیفی هستین یه آقای دکتر سن بالا میگفت ما ایرانیا ها اصلا ژن خیلی خوبی بودیم تا اینه که حمله مغول و حمله عرب شد ژن ما خراب شده <applause> ببینید چقدر میتونه کمیک باشه یک شخص تحصیل کردی یک نظری بده ولی الان میبینیم که همینطور که شما به درستی روش انگوش گذاشتید اصلا دهه هشتادی ها یه جور دیگه زندگی میکنن اگر که بخوایم در رابطه با موضوع صحبت ما جواب سوال بسیار خوب شما رو بدیم یه مقدار خیلی زیادش اگه بخوایم روانکاوی بکنیم مربوط به کمتر خدش دار شدن و کدر بودن و بیمار بودن وجدان احساسی روانی عاطفی این نسل هستش و این شادی، این سلامتی، این امید مثل کووید خیلی بیشتر از کووید واگیره، عکسش هم همینطور افسردگی هم واگیره کما اینکه دهه شستی ها و بعضی دهه هفتادی ها افسرده تر بودن میگه در جمع خودت راه مده همچومنی را افسرده دل افسرده کند انجمنی را و چنین شد بردن تو زندان اون کار رو کردن باهاشون فرستادنشون بیرون یا اخبارش فرستادن بیرون اون افسردگی داخل زندان نشت پیدا کرد به سراسر جامعه و شد اون چی که دیدیم که در حوصله زمانی و وقتی این جلسه نیست ولی اگر که از این دید نگاه بکنید میبینید که واقعا این کمبود ایرانیا نیست کمبود اندیشه راهنمای ایرانیا نیست کمبود حتی دین ایرانیا نیست که گویا قرار بود بیان استقلال و آزادی باشه نه بیان ولایت مطلقه فقیه اون بود انقلاب اسلام اون وقت جواب سوال یک بوده بسیار بزرگی رو پیدا میکنه و اصلا یک پنجره نورانی رو باز میکنه جلوی چشم هموطنان ما هرچه جوانتر شد چه سوال قبلی در بستادا بود خارجی چه سوال جنابالی در بود داخلی داخل کشور اون وقت از این دید که نگاه بکنید همونطور که با یک کسی که افسرده است با یکی که مستربه افسرده ترش نمی کنیم مستربترش نمی کنیم اون موقعی که من میتونستم برم ایران یادم تو صف گذرنامه بودیم یه کسی جلوی من ایستاده بود یه خانومی لاک داشت ناخونش روسریش هم صف بسته بود خانوم جلوترش برگشت نگاه کرد به دستای این خودش هیچ لاک نداشت روسریش هم سفت در بسته بود گفت خانم این لاکاتو الان دستکشی چیزی دست کن میگیرن میبرن تا این خانم اصلا رنگش شد مثل روح سفید زودی دنبال دستکش دستشو بکنه تو جیبش قایم بکنه و اعترا گفتم خانم این چه وضعیه این ترسیدن و ترساندن شده سرنوشت ما که اینا حالا اون موقع هر چند سال بود اینا سر ما سوار هستن و در واقع در جامعه اینجوری میشه نکن آقا دودمون اونو به باد میدن ولی شما ببینید حالا باز یه مثال دیگه یادم اومد یه کتابی هست به اسم مهمانی حاجقه ها احتمالا چون نشونه یه نفری دادم باید دیگه الان نمیخوام وقت جلسه رو بگیرم کتاب مهمانی حاجبه ها دو نفر زندانی سیاسی دو تا روش رو انجام دادن اگه بهش به دید وجدان احساسی روانی نگاه بکنید یکی وجدان احساسی روانی عاطفیش رو نزاش بیمار بشه و برنده اومد بیرون و شکنجه و ناراحتی کمتری رو هم دید یکی وجدان احساسی روانی عاطفیش بیمار شد مخدوش شد کدر شد اونو بیشتر شکنجه کردن اونو بیشتر اذیتش کردن اون یه بند خودش رو سرزنش میکرد میگفتش که من خب ببخشید آقای به بازجوش میگفت من خب هموم نیستش من تنم بومیده ببخشید در صورت که تو نباید بگی بب... اون تو رو نباید ببخشن اون زندانبان رو باید ببخشن که ابتدایی ترین حقوق زندان رو در مورد رایت نمی کنه. پس اینها رو دید دهه شست اینها رو دید وجدان احساسی روانیش بیمار شد دهه هفتاد کمتر دید یه خود دلیرتر شد توش جنبش خودجوش 88 رو دیدیم توش 96 رو دیدیم توش 98 رو دیدیم و ادامه اینا پیدا کرد همینجور و حالا داریم جنبش خودجوشی که امروز 48 هستش رو به بهانه ارزم به خدمت شما شهید شدن یکی از هموطنان رو دیدیم اگه از این دید ببینیم از این زاویه هم اون وقت بدن ما به شکل فردی وطن ما به شکل فردی که بدنمون هست اون از این بیماری رهایی پیدا میکنه وطن ما به شکل جمعی که آ، آ، ملت ایران هست دوست عزیزی که الان میبینم حضور دارند به صورت زنده در مورد نقش وطن در این شکلی که اینجا ترسیم کردم سوال کردم خیلی خوشحالم که خانم دکتر تشریف دارن و گوش میدن در رویز من امیدوارم که جواب سوالاتشون رو داده باشم اون وقت این وطن سالم میشه وقتی که نترسیم و نترسانیم دهه هشتادی ها با نکت سنجی آقای رایی این ترسیدن رو به خودشون راه ندادن بیشتر مشارکت دارن میکنن در ساختن سرنوشت های خوب و خوبتر و این داره نشت میکنه به بقیه جامعه حتی دهه شستی ها و نتایج بسیار خوبش رو میبینیم همین فردا بعضی میگن اگه این جنبش به چی میشه؟ بگو همین, ف... همین ساعت همه میرن خونش رو تموم میشه این مثل این نیستش که هیچ اتفاقی نیفتاده اونی هم که این سؤال میکنه با... با... دید منفی با وجدان احساسی ترسیده و ترسو و مسترب و افسرده و غمناک نگاه میکنه بهش بابا یه لیوان نصفش خالیه خب اون نصفه پرشه چرا نگاه نمیکنی همین ثانیه اگر همه ای مردم برن, برن, تو خونهاشون نمیتونیم بگیم همچه اتفاقی نیفتاد چهر روز نمیتونیم بگیم اثر نذاشت در جامعه در جهت مثبت. نمیتونیم بگیم بیکفایتی بیلیاقتی این رژیم رو نشون نداد بیشتر از چهل و سه روز پیش آخه نمیشه که یک رژیمی دست به هر کاری بزنه خراب بکنه دانسته و نادانسته ولی فقط یه چیزش درست باشه مولا درزش نره امنیتی اطلاعاتی سرکوب زندان بگیر ببر نمیدونم لشکر انتظامی اینا دیگه مولا درزش نمیره اطلاعاتی ها میشه همچی چیزی آخر به غیر از ترس هستش که چنین به اصطلاح حکمی رو تو, تو, فکر یک شخص تلقین میکنه برگنیم به عنوان جلسه اونی که میگه نه بابا اینا میگیرن میبرن نه اینا اینا بابا ساواک که هیچی انگوش کوچکه اینام نمیشه این ترسیده وجدان احساسی روانی عاطفیش ترسیده مخدوشه نه اینکه اینا نیستن نه اینکه اینا نمیزنن نمیکشن مثل این میمونه که یه مثال دیگه برای شما بزنم مثل این میمونه که یه نفر استراب پیدا میکنه در رانندگی در بزرگ راها. یک بیماری بسیار شایعی هست میترسه تو بزرگ کنه میگه بابا آدم میفته میم تصادف میکنه میمیره من میتونم بگم که نه آدم تصادف نمیکنه هیچ وقت نمیمیره هیچ وقت این که دروغه که بهش گفتن ولی با این ترسیدن و ترساندن اول از بزرگ راه میترسه بعد از کوچه های فرعی تر میترسه بعد همچی میترسه که تو اتاقشم میگه از اتاقم بیام بیرون ممکنه پله ها بیفته مغزم خونریزی کنه اصلا حد این مخدوش شدن و وجدان احساسی روان این استراب اینا که بهتون میگم مثال غیر زندگی نی... زنده نیست واقعیت داره واقعا کارم من هر روز بله و همونطور که استراب و ترس و افسردگی در جمع خودت راه احمده همچون منی را افسرده, دل... افسرده کند انجمنی را برعکسش هم هست در جمع خودت حالا بخوایم شعر رو دستکاری کنیم در جمع خودت راه بده همچون منی را نترسیده شجاع امیدوار انجمنی را شجاع و امیدوار بکند اون نترسیده و امیدوار و شجاع نسل دهه 80 است طبق سوال بسیار خوب آقای رای امیدوارم جواب شما رو داده باشه بسیار عالی ممنون از شما جناب صدارت منم اتفاقا وقتی که شما در رابطه با وجدان احساسی صحبت کردین یاد شعر معروف دکتر مشتبا کاشانی افتادم که حالا یکی دو بیتش هست که میگه تو مپندار که من در فکر تنم نگران سرطان وطنم او که بیمار شود ما همه ایم من که بیمار شوم یک بدنم من میخواستم این سآل رو بپرسم که شما ببینید از زمانی که انقلاب اتفاق افتاد و جمهوری اسلامی به روی کار اومد اون چهار بودی که شما فرمودین بود فرهنگی و اجتماعی رو من میذارم توی یه به قولی کتگوری که از لحاظ فرهنگی و اجتماعی کلا جامعه رو مسموم کردن یعنی اون فرهنگی که نمیخوام بگم که ما چی بودیم و چی داشتیم و اینا اصلا زیاد به این اعتقاد ندارم من به این معتقدم که آدم باید در حال حاضر ببینه که چی داره ولی فرهنگ ایرانی نسبت به فرهنگ عربی و اون چیزی که اسلام انقلاب اسلامی به ما خوروند خیلی تر از فرهنگی بود که ما خودمون داشتیم اون باورهایی که ما خودمون داشتیم همون باورها بود که اتفاق افتاد و منجر به یک انقلاب شد مردم قبول نداشتن اون سیاست رو اون اتفاقاتی که تو اون جامعه و حکومت میافتاد. خب توی این چهل و اندی سال چهل و سه چهار سال از لحاظ فرهنگی و اجتماعی که ما رو اینجوری با اسلام نابود کردن از لحاظ سیاسی که یک نفر رو اون بالا قرار دادن به عنوان ولی فقیه و اون ترجیح داد و دستور داد که چی برای سیاست ما خوبه حالا چه سیاست داخلی باشه و چه سیاست خارجی از لحاظ اقتصادی هم که متاسفانه همه کارخونه ها ورشکسته شدن خیلی کارگرا بیکار شدن بیکاری فکر میکنم تا الان چهل درصد چهل و سه چهار درصد ما بیکاری داریم وضعیت جامعهمون خیلی خرابه و این از یه طرف از طرف دیگه ما میبینیم کسانی رو در جامعه که خودشون رو سیاسی نمیدونن من فکر میکنم الان توی جامعه ایران حالا چه ایرانیانی که خارج از ایران هستند و چه ایرانیانی که توی خود کشور هستن اصلا نمیتونن به این به این موضوع اشاره کنن که مثلا من سیاسی نیستم به خاطر همین کنار وای نیستم خیلی از شخصیت های اجتماعی خیلی از شخصیت های سیاسی سلبریتی ها و از اینجور دست آدم ها که خودشون رو سیاسی نمیدونن این برمیگرده به اون وجدان اخلاقی یا برمیگرده به اون وجدان احساسی که خودشون رو جدا از مردم میدونن و فکر میکنن که اگر مثلا خودشون به تنهایی هیچ مشکلی ندارن پس خودشون رو داخل سیاست نمیکنن این از طرفی و از طرف دیگه چطور میشه که اون شجاعتی که این دهه 80 یا دهه هفتاد یا به دست آوردن و اون افسردگی هایی که نتونسته بهشون صدمه بزنه چون شما فرمودین که یک جلسه ما میتونیم در رابطه با شکنجه صحبت کنیم اتفاقا برنامه ای رو من دیدم که در رابطه با شکنجه سال 88 پخش کرده بودن توی شبکه حالا رو نمیارم ولی خب اونجا گفته بودن که چجور شکنجه دادن این افراد رو چه مردان رو که ترور شخصیتیشون کرده بودن با کارهایی که تو بازداشت با سرشون در آورده بودن چه هایی که متاسفانه بهشون تجاوز شده بود و شخصیتشون رو به نوعی ترور کرده بودن که این خودش از ترور فکر میکنم جسمی کمتر نباشه بعد چطور میشه که این حس وجدان احساسی رو یا وجدان اخلاقی رو به اون قسمت جامعه که خودشون رو جدا میدونن و خودشون رو سیاسی نمیدونن چطور میشه این رو بهشون القا کرد یا اونایی که هنوز به نوعی میشه گفت خواب هستن و حالا بعد از اون میخوان این سوال رو داشته باشین دو نفر دیگه هم دست بلند کردن صحبت های اونا رو هم بشنویم یا میخوان اول به این سوال جواب بدیم اگه موافق باشید فکر میکنم برای اینکه یادم نره الان جواب بدم فکر کنم بهتر باشه سوالتون بسیار مهمه بفهم بله ببینید اه، اه، یه چیزی که باعث میشه که شما خودتون جواب این سوالا رو پیدا بکنید این سوالای بسیار مهمی است که در عرض چهل سال یه بند مطرح شده به شکلهای مختلف ولی یه چیزی رو که باید توجه کرد برای اشخاصی مثل ما که زیر یوغ دیکتاتوری بسیار وحشی قرار داریم اینه که تعاریفی که از واژگان مختلف این رژیم مستبد میده رو الزاما نپذیر شما یک تعدادی از هموطنان بسیار عزیز من هستید که فعال هستید در مسئله حقوق بشر خب حالا همین کلمه رو بگیریم حقوق بشر این آقایون هم ادعا میکنن حقوق بشری هستن خودشون هم اصلا دفتر و دستک حقوق بشر دارن اون آقای وردی بود یکی از برادر... نه, نه لاریجانی بود آه، که آه، اداره کننده در رأس یکی از این چیزهای حقوق بشر اینا بود خب حالا این ما رو از جنس اونا نمیکنه ولی رژیم استبدادی لازم داره که مفاهیم کلیدی رو که برای مردم سالاری رازمه بسیار واضح شفاف بدون کدورت بدون اوجاج مردم راجبش فکر کنند رو اونا رو بگیره اون معنای اصلی رو از توش در بیاره اون چارچوب اون اسم و حقوق بشر نگر داره توی اون چارچوب توی اون اسم یه معنی دیگر رو بگنجونه این کار رو کرده میگه که آقا ما شکنجه نمی کنیم که تجاوز به حقوق بشره ما داریم حد میزنیم تعذیر داریم میکنیم این یه مثال بارزش در مورد همین استداد کانونی که الان داریم در توش صحبت میکنیم ولی شما چند تا واژه رو به کار بردید اونا رو هم من فکر میکنم که همین ترتیب راجبش فکر بکنید مثل انقلاب اسلامی مثل اسلام مثل انقلاب و ترکیب این دوتا هم تو کرس کردم ابتدا انقلاب اسلامی یکی از چیزهایی که ما رو بسیار ترسوندن دهه شستی ها رو و قبل از اون رو و نپذیرفته دهه هشتاد یا برگردیم به فرماش آقای رایی مفهوم انقلابه که آقا انقلاب وای 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 یعنی خونریزی یعنی تجزیه کشور یعنی بکش بکش پس چیکار بکنیم؟ اصلاح بکنیم انقلاب نمیخوایم اصلاح طلبیم ما دیدیم که الان اصلاح طلب خودشون میگن که چه فاجعه ای بود اون گفتمانی که راه انداختن در جامعه حالا باز دوباره یه شعار خیلی قشنگی رو این بچه های این کشور دادن تو خیابون که نگین تظاهرات این خودش انقلابه یک همچی چیزی این جملاتش یادم نمیاد امیدوارم یکی از دوستان بذارن اینجا با افتخار میپذیره که داره انقلاب میکنه با افتخار میپذیره که منقلب شده انقلاب کردن یعنی منقلب شدن دیگه منقلب شده آقا انقلاب چیز بدی نیست هی ما میگفتیم بابا انقلاب صنعتی بد بود مگه انقلاب دیجیتال بد بود مگه که الان رسیدیم به اینی که الان در چند تا کشور دنیا داریم با هم دیگه زنده حرف میزنیم با چند تا رسانه انقلاب دیجیتال خیلی انقلاب چیز بدی نیست ولی اون انقلاب رو تبدیل کردن به ضد انقلاب اینی که در ایران اتفاق افتاد انقلاب نبود از 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 این چیزی که اینا میگن انقلابی نبود انقلاب گل رو بر گلوره پیروز کرد در سال 1357 اوجش در بهمن 57 پس نپذیریم تعریف هایی که قدرت میده از لغت های کلیدی واژگانی که بسیار مهم هست که پندار ما رو تحت تاثیر قرار بده وجدان احساسی روانیمون رو مخدوش بکنه و در نتیجه وجدان های علمی تاریخی اخلاقیمون رو در ابعاد مختلف فرهنگی اجتماعی اقتصادی سیاسی اونطور که برای شما توضیح دادم یکی دیگرش آمیخته یا اسلام آقا جون اسلام رو اینی که آقای خامنه میگه نیست اسلام گفتن انقلاب اسلامی یعنی چی مفهومش یعنی در انقلاب یک اس، در اسلام یک انقلابی به وجود اومد گفتمان صلح دوستی بیان آزادی استقلال حقوق شما کانون حقوق بشر هستید حالا من یه سوال از شما میکنم انقلاب مسیحی خیلی چیز بدی بود که اتفاق افتاد در همین کشورهایی که شما دوستان زندگی میکنید در آلمان در فرانسه در جاهای دیگه مگه نبود که ولایت مطلقه کلیسا و کیشیش و اینها بود اون انکزیسیون و اون شکنجه های عجیب و غریب رو میکردن در رونسانس در نوزایش در اصل روشنگری به تدریج یک انقلابی در مسیحیت پیش اومد منقلب شدن مسیحیان که ما نمیپذیریم که حتی اجازه نداشته باشیم انجیل رو ترجمه بکنیم همون که تو میگی درسته امروز هم یه چیزی بگی فردا چیز انجیل گفته همینطور که این آقایون میگن آقای خمینی رسما اینو گفت که میان این, این تفسیرهایی که اینا میکنن درست نیست کاش که به ذهنم بسپارم و بذارم در گروه شما یا در سایت خودم نمیپذیریم که تحمیل بکنه به ما اونچه که خودش میخواد از واژگان کلیدی که لازم داریم ما برای ساختن سرنوشت خوب و خوبتر شما میتونید بگید فعال حقوق بشر هستید ولی همون که آقای لاریجانی میگه نمیگید که منم نمیگم که من مسلمونم همون جوری که آقای خامنه ای میگه نه من بسیارم نامسلمونم اسلامی که من بهش باور دارم و یک انقلابی شد درش همونطور که در مسیحیت اتفاق افتاد بیان استقلال و آزادی است حقوق مداریس حقوقی که ذاتی همه بشر هاست در همه جا و در همه زمان اون وقت اون انقلاب اسلامی یک معنی دیگه میده بعد اون وقت معنیش مشخص میشه که نه با این اسلام نبود که این برای سر ما اومد این ضد اسلام بود نه بابا اون انقلاب اسلام اون انقلاب نبود که نه این انقلاب نکنیم ببینیم که چی جوری میشه اصلاحش بکنیم انقلاب خیلی چیز خوبیه الان جوونا دارن به ما فشار میارن که آقا پشت انقلاب کن چرا نشستی منقلب شو نپذیر در نتیجه این کلمات کلیدی رو که میشه بیشتر هم بحثش داد وقتی که از دید حقوقی بهش نگاه بکنید یک معنی دیگه پیدا میکنه معنی اصلی خودشو رو پیدا میکنه و کاربرد دیگه پیدا میکنه در ساختن سرنوشت های خوب و خوبتر و رها شدن رها کردن خود از زندان های بد و بدتر همونطور که میگفتن اصلا ایرونیا بدن یه چیزی رو از صادق هدایت بر من فرستاده بودن که پنجا و چند نوع بدی واسه اصلا ایرونیا اصلا ایرونیا نمیدونم چی هن, چی هن گفته بود حالا صادق هدایت نویسنده بود خب دستشم در نکنه ولی صادق هدایت وجدان احساسی روانی آتفیش نگاه بکنیم یک آدم دیپرس بود یک آدم افسرده بود خودزنی میکرد دیگر زنی میکرد خود تخریبی میکرد دیگر تخریبی میکرد خود تخریبیش به جای رسید که خودکشی کرد اوج خود تخریبی از این دیگه واضح تر که نمیشه کلام این شخص رو نویسنده خوب بعد حالا هر چی ولی دیگه وحی منزل که نیستش که تو اینو بخوای پخش بکنی در رسانه ها که ایرونیا بدن این واژگان بسیار بسیار نقش مهمی پیدا میکنه در مفهوم واقعی که دارن وقتی که اونو به کار ببریم در سرنوشتی که ما برای خودمون میسازیم امیدوارم که جواب سوالتون داده بشه بسیار علی بله سپاس از شما در رابطه با من یه نکته به ذهنم رسید در رابطه با کتاب مهمانی حاج ها. ما در وبسایت کانون دفاع از حقوق بشر یه بخش کتابخونه اینترنتی داریم که بسیار بسیار بزرگ هست و کتاب های بسیار عالی ما درش داریم که حالا به اون بخش اطلاع میدیم که این کتاب حتما توی کتابخونه اینترنتی کان بذارن تا بقیه دوستان هم بهش دست پیدا کنن آقای رای مایک برای شما آزاده بفرمایید اگر که موافق باشید من میتونم این کتاب شاخه چهارم رو هم برای شما بفرستم که تو تون بذارید بسیار عالی بله حتما متشکرم حتما بله خیلی ممنون من میخواستم بحث رو ببرم روی همین جنبش اخیر و این مطلب که در یک جنبشی که با یه رژیم با تمایل تمامیت خواهی داریم لازمه که در مقابل هر اصلی اصلی رو مطرح کنیم نه هر در مقابل هر اصلی یک فرد و بنابراین این یکی از این اصلای خیلی مهم اصل استقلاله دموکراسی بدون استقلال معنی نداره اما میدونیم که تعریف های متفاوت از استقلال وجود داره اون تعریفی که ما استقلال قبول داریم یعنی شما آقای صدارت و من و هم فکران من این هستش که انسان یک موجود حقوقی است بنابراین توانایی تفکر حقوقی داره چون اصلا حقوقی ساخته شده و چون تفک، توانایی تفکر حقوقی داره مستقل در فهمیدن در تشخیص دارن در اندازه گرفتن در رابطه ها نوع... تشخیص نوع رابطه ها در تشخیص معیارها ها و بنابراین مستقله و دخالت تو کارش است. اما تعریف های دیگه هم از استقلال وجود داره یکی از موقعی که این تعریف ما از استقلال میکنین بعضی ها پاسخ دادن که شما با این استقلالتون گوشه نشین هستید عضلت دنیا رو میخواهید رابطه با ملت های دیگر رو نمیخواهید میخواهید که خودمون تنهایی همه کار بکنیم هر کم که کمک بکنه در واقع دشمنه مثال هایی هم که میزنن اینه مثلا همین الان نگاه کنید دیگه در جنگ اوکراین ببینید که فلان و سوئد شک نکردن از اینکه وارد ناتو بشن ناتو به انگلیسی چی میشه بله در حال منظورشون اینه که ملت ها از طریق همبستگی با هم دیگه حتی از طریق همبستگی نظامی به نجه رسیدن که ربطی به این از استقلالی که شما میگی نداره یعنی حاضر شدن برای دفاع از خودشون از ملت دیگه کمک بگیرن از حتی ابرقدرت جهان کمک بگیرن و شما میگید که این دخالت تو کار و این استقلال برای ما خوب نیست آیا این اصل موازنه ادمی و این درکی که ما از استقلال داریم برای همه ملت های دنیا خوبه یا برای ملت های مثل ما تو دنیا هست تکون بخوریم سو استفاده میشه خیلی ممنون مرسی بله سوال بسیار مهمه اون نیتو یا ناتو پیمان آتلانتیک شمالی اگر که همون تجربه اوکراین نگاه بکنیم از قبل از حمله پوتین و تا حالاش و از این به بعدش هرچی بوده موازنه وجودی بوده موازنه مثبت بوده این موازنه ها هم که اشاره شد در ابتدای عرایزم عرض کردم و الان آقای رایی بهش اشاره کردن اونم دانستنش و آگاهی بهش و اینه که در پندار خودمون اون رو جا بندازیم بسیار مهم هست اگه بخوام بگم یک چیز رو ذکر کن که مصدق و مصدق کرد اون سیاست موازنه منفیش بود آنچه که مدرس ازش سیاست موازنه عدمی ذکر میکرد اگه فقط یک تکرار میکنم اگر که فقط یک چیز رو بخوام ذکر بکنم که مصدق رو مصدق کرد باورش در پندار و در کردار و گفتار و نوشتارش هم به موازنه منفی بود موازنه منفی ممکنه بگن که منفی زیاد شد خوب نباشه همون شخصی هم که از اصلاح طلبه بسیار پر براتون ذکر کردم در یک مقاله موازنه منفی رو درست برعکس اون چیزی که هست تعریف کرده بود که برای من قابل بسیار تعجب بود که یک کسی که واقعا خددهنده دهنده فکری اصلاح طلبان هست الانم تو زندان هست اسم نمیبرم چطور میتونه درست تعریف کاملا متضاد اون چیزی رو که هست رو از موازنه منفی بده حالا شاید میگم مثبت بار مثبت داره منفی باره به این دلیل اشتباه کرده. موازنه منفی در یک کلام یعنی اینی که نه سلطگر باشی نه سلطه نه ظالم باشی نه مظلوم نه متجاوز باشی نه تجاوز پذیر به جای اینکه در تقابل های کاهنده شرکت بکنی در همسازی سازنده شرکت بکنی این میشه موازنه منفی یعنی نفی موازنه نفی موازنه قوا نفی توازن قوا نبود توازن قوا بی قوا در واقع نبود ارتباط برقرار کردن در روابط قوا قدرت قدرت یک چیز عرضی است یک چیز ذاتی نیست این رو اینم باز یک میتونیم راجع به اینم باز یه جلسه دیگه بذاریم اینا مفاهیم کلیدی هستش که اگر که شما علاقمند باشید اینا رو خیلی میشه بستش داد الان در مورد موازنه ها با کمال میل میتونم باهاتون صحبت کنم در مورد قدرت میتونم باهاتون صحبت کنم حالا در از این یه دقیقه که نمیشه که توضیح داد و در مورد دفاع شخصی از خود وقتی که گرفتار بشیم ببرمون تو زندان چجوری میتونیم بر اساس حالا برمیگرده به همین وجدان احساسی چجور از خودمون دفاع بکنیم که بدونی که به خودمون کمتر صدمه بتونن اونا بزنن و به دیگران پیروز بیایم بیرون از این تجربه ای که هر کسی میتونه پیدا بکنه در در هر جای دنیا که هست در ایران به خصوص در حال حاضر در نتیجه وقتی که استقلال رو فراتر میبرید از اینه که خب این چارچوب جغرافیایی کشور ما همین گربه هست و با این آب بالا و پایین و این شکلی نه اینطوری نیست استقلال رو مثلا میشه بهش گفتش که راجع به جغرافیا صحبت کردیم که برایند قوای قدرت های خارجی در مرزهای ما به صفر میل بکنه اون وقت برمیگرده به اون سوال قشنگی که در ابتدا اون هموطن عزیزمون در این جلسه ذکر کردن در مورد مراجعه به قدرت خارجی برای تحریم ها اون باز میشه اوردن قدرت خارجی در داخل کشور حتی به شکل تحرین. ولی وقتی که افکار عمومی اون کشور رو بندازی به جون قدرت های داخلی قدرت های دولتی و غیر دولتی اصلا یک داستان دیگه میشه جریانش در نتیجه فرد رو در مقابل فرد جواب آقای رایی قرار دادن یعنی اینه که این آقای محمد رضای پهلوی بره ابن زیادم بیاد کار نداره با این تفکر خمینی بدتر از ابن زیاد و بدتر از اون خامنه ای بدتر از ابن زیاد و خمینی نصیب ما شد الان هم اگر بگیم حالا خامنه ای بره هر چی شد شد اون محدود میکنه انسان رو به بعد زمان ولی بعد زمان رو وقتی که نپذیره یک انسان متعین میگه نمیخوام مستبد خامنه ای بره میخوام استبداد بره اون اصلا افق دید آدم رو اصلا یه جوری اصلا نحوه زندگی آدم رو تغییر میده نمیخوام دیکتاتور آقای خامنه ای بره میخوام دیکتاتوری بره اصلا یه جوری دیگه میشه شعارا تو خیابون ها من از اونها به عنوان شعارهای پرشعور استناد کردم توی فیسبوک و جاهای دیگه گذاشتم و این هستش موازنه ادمی یا به قول مصدق موازنه منفی و اون اسلامی که من بهش بسیار متدین هستم اسلامی هستش که بنمایه تفکر و تحقل اندیشه راهنماش موازنه منفیه نه تقابل تقابل کاهنده همکاری همیاری همسویی همسازی همش سازنده نه اینی که من ببینم چجوری پامو بذارم تو سر یکی دیگه که برم بالا یا اینکه وقتی بالام به پایین نگاه کنم ببینم دست کیو میتونم بگیرم بیارم بالا بذارم بالاتر از خودم بالاتر از خودم اون میشه اینی که اتفاق افتاده در ایران چه روزه اگر اینجوری پیدا ادامه پیدا بکنه غیر ممکنه من هیچ وقت بی خودی یه چیزی رو به این شدیدی نمیگم اگر در موازنه هرچه منفی تر شدن هرچه عدمی تر شدن این جنبش ادامه پیدا بکنه غیر ممکنه که نه فقط مستبد بره بلکه استبداد بره و جاش مردم سالاری بیاد غیر ممکنه محال ممکنه ولی من شما نه شما این نوعی شخص شما که الان به عرایز من دارید گوش میدید چه به صورت زنده چه به صورت ضبط شده بعدن اینه که من الان با این شدت و هدت عرض کردم رو اگر پذیرفتید موازنه منفی رو با اون توضیح بسیار مختصری که دادم اگر پذیرفتید دین من رو که بنمایه تفکر و تعقل و اندیشه راه نماش موازنه منفی هست دوستی عشق صفا محبت عشق محبت از محبت مسها زرین شود یادیم بکنیم از مولانا از محبت تلخا شیرین شود از محبت مسها زرین شود از محبت دردها شافی شود از محبت دردها صافی شود از محبت شاه بنده می کنن، از محبت مرده زنده می کنن. این موازنه عدمی این موازنه منفیه این نمیتونه پیروز نشه این, این خشونت زدایی معنیش اینه این سه تا خط شعر مولانا است مال نزدیک داره میشه به 800 سال پیش من میتونم در بیامیزم در فرهنگ ایرانی میتونم حرفی رو که 800 سال پیش زده رو بزنم الان شما میتونید در فرهنگ فرانسوی چنین چیزی رو ببینید امریکا که هیچی در فرهنگ انگلیسی شکسپیر رو شما میتونید الان در سازوکار مبارزات اکتیویست زندگی روزمرتون برای تدمیر امور زندگیتون به کار ببرید چرا ایرانی بده چرا فرهنگ ما بده نیست مجبور قدرت قدرت داخلی قدرت خارجی قدرت دولتی قدرت غیر دولتی مجبور بگه تو بد هستی همون شکنجه ای که تو زندان ها میدن تو فکر تو خود تو همه چی راجع تو بده اینو هی به هم تل... به تلقین بکنن اون نورو هورمون ها هم با شکنجه های فیزیکی و سرمای زیاد گرمای زیاد بی غذایی، درد فلک کردن بیخوابی، این نور هورمون ها به هم میرزه شما خودتون تصور بکنید یه شب نمیخوابید اصلا اخلاق آدم یه جوری دیگه است روز بعد تصمیماش یه جوری دیگه است روز بعد در نتیجه وقتی که با این مفهوم استقلالی که جناب فرمودید با این دید بهش نگاه میکنیم اون وقت مثل بعضی از متاسفانه هموطنامون نمیگیم حالا این جم... نمیخوام اون لفظی رو که به کار میبرن به کار ببرن نه جمهوری نه اسلامی این رژیم ولایت فقیه هر چی که هست به هر حال مستقل میگن این آخه چه استقلالیه میگن خب مستقل از امریکا برعکس بیشتر از روسیه به امریکا وابسته است در ظاهر این بلدورم بلدورم ها رو میکنه ببینید چجور اصلا دید آدم رو تغییر میده یک مفهومی رو به درستی از لحاظ حقوقی به کار بردن همین مفهوم استقلال وقتی بگی به حال حالا اینا بد هستن فساد هست ولی به حال مستقلن سست میشه پای آدم قدم های آدم لرزان میشه که استقلال آدم به هم بخوره کشور ما به هم بخوره اگه اینا برن این جنگ روانیه جنگ روانی مادر همه جنگ هاست ولی جنگی است که ما مردم در آن توانایی دفاع پیروزمندانه از خودمون رو داریم جنگ روانی داریم جلسه ای ما راجع به وجدان احساسی روانی عاطفی صحبت میکنیم ببینید چجور اینا در هم آمیخته است آیا میتونست امریکا به افغانستان حمله بکنه مگر اینکه پیروز میشد در جنگ روانی قدرت ها علیه حتی مردم امریکا و مردم دنیا مگر آقای بوش نیمد با بی شرمی پشت میکروفون های تمام دنیا گفت شما یا با مایید یا بر مایید از این دیکتاتوری تر از این بی حقوقی و تجاوز به حقوق بیشتر ولی پذیرفتن مردم برای اینکه شکست خوردن در جنگ روانی این شد که بعد از 20 سال با چه فضاحتی فرار برقرار ترجیح رفت از امریکا بیرون سکه یه پول کرده خودشو در دنیا حالا اینا قدرت دستشونه تریبون دستشونه که اینجوری میتونن هنوز پنهون و پسله بکنن سانسور بکنن و خود سانسوری بکنن وقتی که باز بشه محیط اصلا این چیزایی که اتفاق افتاده رو اصلا یه جور دیگه عالمی دیگر به باید ساخت و از نوع آدمی اصلا یه داستان دیگه میشه وقتی که این فشارها نباشه که هست در مورد فرمایش قبلیتون آقای رایی در مورد جنگ و بیماری های روانی فرمودید من یادداشت کردم ولی فراموش کردم عرض کنم در خود همین امریکا بگین در مورد جنگ افغانستان صحبت کردیم اینایی که رفتن جنگ و اون تومای روحی روانی رو که به اصطلاح شاملشون شده برگشتن امریکا تعداد خوب توجه کنید که خشونت چقدر بده تعداد کسانی که در امریکا با خودکشی و با دیگر کشی مثلا همسر کشی کودک کشی برادر کشی، پدر کشته شدن بسیار بیشتر هست از تعداد آمریکایی‌ها که در این جنگ ها کشته شدن اصلا باور کردنیه و این نکته مهمی رو که آقای رایل اشاره کردن رو میرسونه که باید خشونت رو نه تنها پرگریز کرد نه تنها پرهیز کرد بلکه زدود خشونت زدایی بهترین روش هست چرا که اسلحه رو در دست خشونتگر سرکوبگر بی اثر می دار. بله خواهش می دار. بسیار عالی سپاس از شما بله دقیقا این نکته رو که شما فرمودین من یاد یکی از گفته های اوشو افتادم که نمیدونم اگر شما بشناسیدش یکی از فیلسوف های هندی است که توی یکی از مصاحبه هاشون گفتن که حکومت های دیکتاتور دقیقاً عملکردشون اینجوریه وقتی که عشق و احساس و حق زندگی رو از یک جامعه میگیرن اون جامعه تبدیل به سربازهای یک ارتشی میشه که کاملا برای قربانگو هستن و نگاه میکنن که اون حکومت دیکتاتوری چی میگه دقیقا همون کاری که حالا جمهوری اسلامی به نوعی بعد از اون جنگ ایران و عراق داره همچنان انجامش میده داره همچنان حالا نیروها رو مثل نیروی بسیج مثل نیروی سپاه قدس همه رو همینجوری به قول حالا لفظ ایرانی خودمون توی آب نمک نگه میداره و اونها رو سربازان مرده ای قرار میده که بخواد در بزنگاه های مثل این قیامی که داره اتفاق میفته یا این انقلابی که داره اتفاق میفته به وسیله جوانان ایران بتونه از اون طریق باشون مقابله بکنه آقای رضایی شایان شما دستتون خیلی وقت بلنده بفرمایید ما که برای شما آزاده سوالتون رو بپرسید اجازه بدید یه جمله رو در این قضیه که شما الان مطرح کردید بگم براتون هر دیکتاتوری هر مستبدی هر رژیم دیکتاتوری مستبدی بیشترین تلاش رو میکنه که مردم رو مردمش رو از جنس خودش بکنه و وقتی که مع... هرچه بیشتر موفق بشه عمرش طولانی تر میشه در نتیجه اون کاری که ما میگیم این رژیم میکنه و بعد رو نکنیم خودمون تا ما تغییر نکنیم نمیتونیم این وضعیت رو تغییر بدیم در تایید فرماش بله خواهش بود بسیار. آقای شایان بفهم سپاس از شما آقای صدارت عزیز واقعا سخنانتون منو به شخص یاد مانوک خدا عزیز انداخت که خیلی بنده واقعا که توی این حوزه اومدم <تص> الهام گرفته از ایشون بودم که خیلی روشنگری و آگاهی رسانی عالی می کردن. سوال من اینجا بود که یه مقایسه شما کردین راجع به ساواک و گروه های توی کشور که برای سرکوب مردم هن. تقریبا خود حکومت های غربی هم مثال زدن که مانند هشپا این نیروها مستقر شدن که بگن که اگر سپاه نباشه ارتش هست اگر ارتش نباشه کتاب حزب الله هست اگر کتاب حزب الله نباشه حوسی های یمن هست اگر حوسی های یمن نباشه فاطمیون افغانستان هست که اینا رو سرکوب کنند و اینکه همین غربی هایی که بازوهای لابی رژیم هستن حالا شما بهتر از من تیریتا پارسی رو میشناسین نگار مرتضوی رو میشناسین خدا کاتبی میشناسین که توی همون ایالات متحده چقدر به خاطر سیاست های آمریکا مردمی که الان دارن واقعا جونشونو توی خیابون میدن میگن این با بانی سیاست آمریکاست و یعنی مردم این حکومت رو دوست دارن چجوری میتونیم با امثال تیر تا پارسیا چه در آمریکا چه کاوه شهروس توی کانادا چه محمد کازم الهدایی توی نروژ و خیلی های دیگه که نمیشه وقت زیاد اینا اسمشو ببرم چجوری میشه مایی که خارج از کشور هستیم با اینا مبارزه کنیم یعنی بازوی لابی این رژیم رو قطع کنیم ممنون مایکو رام بله ببینید شما رو رجوع میدم به مصاحبه آقای دهباشی با آقای فلاحیان وزیر اطلاعات آقای رفسنجانی Uh, تو سایت من هست، توی کانال یوتیوبم هم هست، فکر میکنم تو فیسبوک هم من باشه اگر که نتونستید پیدا کنید تو هر کدوم از اینها اگر که با من تماس بگیرید با کمال میفرستم براتون یه چیزی زیر ش... یک دقیقه شهست ثانیه که اون رو کشیدم بیرون و منتشرش کردم چی میگه میگه که آقای فل... 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 فلاحیان میگه که ما به هر حال همکاران شما منظورش رساناگراست اونا به هر حال پولی که در نمیارن درآمدشون چطور نیست بسیاری از همکاران شما با ما همکاری دارن از ما حقوق میگیرن و این واقعیتیه متاسفانه عرض کردم و تکرار میکنم جنگ روانی مادر همه جنگ هاست جنگ روانی رو کی انجام میده آیا اونی که تو خیابون باتون میزنه و شوکر میزنه و میگیره میبره شکنجه میده تیر میزنه بیشتر از اون کسانی که عنوان روشن فکر رو بهشون میدن الان باز برمیگردم به انتخاباتی که انتصابات چه انتخاباتی که بحث ها بالا گرفته بود برای اینکه الان دیگه این بحث ها مطرح نیست در دو تا انتصابات گذشته دیگه کل قضیه این شکلی بود که مردم خودشون خواهان تحریم بودن در نتیجه اون کسانی که مردم رو تو زندان انتخاب که چرس تو زندان بعد و بدتر خودشون رو زندانی کرده بودن اونها در این جنگ روانی شکست خورده بودن از روشن فکرها به اصطلاح که دلیل و سند و مدرک می آوردن واسه اینه که تحریم کردن کار بدیه چند تا مثالش هم براتون گفتم برای اون شخصی که الان خودش هم در زندانه داره چوب کارهای غلط خودشو میخوره اگه زنده در بیاد خب حالا وظیفه ما چیه شما چند تا اسمم بردید ببینید امکاناتی که قدرت ها در اختیار اونا میذارن اصلا قابل مقایسه با ما نیست ولی ما بیشماریم اگر با اون اسامی که شما ذکر کردید که اصلا ابا دارم اونا رو ایرانی بدونم و تکرار بکنم اسامیشون و بسیار زیادترم هست صدای امریکا مصاحبه میکنه بی بی سی مصاحبه میکنه سلمان اینترنشنال مصاحبه میکنه من و تو و او و دیگری هم مصاحبه, مصاحبه میکنن ولی چطور هستش که کسانی که باورمند هستن به استقلال آزادی اونا خبری نیست چرا یکی از شماها رو با مصاحبه نمیکنه خیلی واضحه اون جنگ روانی بایستی که پیروز بشه قدرت درش تا بتونه جنگ های فیزیکی رو انجام بده مثال جورج بوش پسر رو افغانستان رو براتون گفتم خب حالا ما چی کار بکنیم ما اولا اعتماد به نفس فردی و اعتماد به نفس جمعیمون رو بهش عرفان پیدا کنیم و بیشتر بهش باور داشته باشیم یعنی اولا قبول داشته باشیم که ما هستیم ما توانا هستیم قدرت ها ما رو بیشتر از یک جسد در دست قصال نمیخوان اقراق میکنم به هیچ وجه ولی ما زنده ایم انسان میگن حی و حاضر هی زنده حاضر حضور داره در صحنه ساختن سرنوشت خوب و خوبتر ما بیشماریم الانه چند تا رسانه داره این عرایز منو زنده پخش میکنه در چند جای دنیا الانه در اختیار هر کدوم از شما عزیزانی که به صورت زنده من در خدمت, خدمت شما هستم با کمال خوشحالی چند تا رسانه در اختیارتون هست هر کدومتون فیسبوک دارید توییتر دارید اینستاگرام دارید واتس اپ دارید نمیدونم ایمیل دارید سایت وضعیاتون دارید یا وبلاگ دارید همین عرایزی که شما با لطف و منت به من فرمودید که مثبت ارزیابی کردید رو همینا اگه کسان دیگه هم ارزیابی میکنن تو همین رسانه های خودشون منتشر بکنن ببینید یه چیز بسیار مهم رو تکرار بکنیم برای خودمون این چیزهایی که سر و صداهایی که توی فضای مجازی هست سر و صدا منظورم حتما یه مقاله بی صفحه ای نیست یه کتاب 600 صفحه ای نیست دو تا تکستی که به هم میزنیم یه دونه ایمیلی که میزنیم اینا محتواش چی باشه ترس باشه یا شجاعت و دلیلی و امیدواری باشه استقلال باشه آنطور که مطرح کردن یا وابستگی باشه اینا اثر میذاره که قدرت ها با ما چه کار بکنن خانوم هیلاری کلینتون در مقام وزارت خارجه امریکا در یک جلسه زنده در بی بی سی با مصاحبه زنده می کردن یک کسی اومد زنده اینو من باید تکرار بکنیم توی سایت من هست تو کانال یوتیوب هم, هست به صورت زنده یکی بهش گفتش که خانم شما اومدی امریکا به عراق و افغانستان حمله کرد اونها رو نجات دادید خب به کشور ما هم حمله بکنید ما رو از آخونده نجات بدید بلا فاصله بدون یادداشت به فل بداهه جواب داد آخه شما نخواستین از ما بسیار مهم این چطور شد که خانم هیلاری کلینتون وزارت خارجه امریکا کل حکومت امریکا کل دولت امریکا به این نتیجه رسید که نه نمیشه به ایران حمله کرد در صورتی که ایران هدف ارزشمندتر و مهمتری بود براشون تا افغانستان و عراق و لیبی و نبدان و بقیه جاهایی که رفتن حمله کردن چرا جرأت نکرد بکنه؟ چرا گفت بلافاصله ده شما نخواستین از ما؟ به خاطر همین سرسده هایی که در فضای مجازی و حقیقی هست برایند اندیشه راهنما و بنمایه تفکر و تعقل و گفتمان و پارادایمی که ایرانی داشته نف میکنه حمله قشون خارجی رو الان شما جیمیل مثلا استفاده میکنید یا یاهوی ارچ حالا جیمیل که خیلی به صدا پر هست اون چرا اینو چیزش نمیکنه اینکریپتدش نمیکنه یعنی به صورت عجق و عجق در بیاد واسه اون کسی که یه کسی که وسط بیاد الان من تو واتساپ مثلا یا تو سیگنال برای شما یک پیام بفرستم برای من خاناست برای هیچ کس دیگه خانا نیست برای اون کسی که براش میفرستم فقط خاناست بقیهش همش به صورت شکل شمایل های عجیب و غریب وجق و وجق و غیر خانا میه انکریپتت هستش چرا گوگل این کار رو نمی کنه؟ برای اینه که هر کدوم از ایمیل هایی که رد و بدل میشه این ایمیل ها با اون به اصطلاح ای که دارن ای، اه، اه، اینتلیجنت سافری که دارن اینا رو از توش میکشن بیرون و در اختیار اطلاعاتی امنیتی های کشورهای خودشون قرار میدن میفروشند و اونها تصمیم میگیرن که ایرانی ها میخوان ما بهشون حمله کنیم مثل عراق یا افغانستان یا نه در نتیجه الان این حرفایی که ما داریم میزنیم فقط هم به نوشته منحصر نمیشه Artificial Intelligence هوش مصنوعی اینا رو یکی یکی نمیان میلیارد ها ایمیل رو بخونن یا ببینن که ما چی داریم میگیم کلمات کلیدی که از توش در میاد رو اینا استفاده میکنن برای تحلیل یک جامعه ای الان برای چی این همه خرج دارن میکنن واسه یه بدیل وابسته درست کردن که دیدیم به کجا رسید الان مثلا حتی در دو سال پیش سه سال پیش اونو که میگفتن روحت شاد حالا اصلا خبری هست ازش هرچی رشته بود پنبه شد برای اینکه ما بیشمار هستیم ما نپذیرفتیم ما توانستیم تمام این روشن فکرها به اصطلاح شویی بخوان بکنن انقلاب بده اسلام بده ایرانی کثیف هیز دزد فاسد بی کفایت بی لیاقت نپذیرفتیم الان شده اینی که شده الان موندن چیکار بکنن اون یکی میگه آقای بایدن برجامو چیکار بکن اون یکی میگه آقای بایدن نمیدونم پشتیبانی بکن اون یکی میگه پول بفرستین اصلا این حرفا نیست آقای بایدن و شرکات تو کاخ سفید قدم میزنن چه کنم چه کنم میگن نمیدونند این طور نیست آخه این تصویری که از امریکا و انگلیس و این قدرت ها و از رژیم مصور میکنن قدرت ها در فکر توده مردم این واقعیت نیست دارن در اختیارشون الان این حملات تروریستی که من اونو نف میکنم و محکوم میکنم که در 11 سپتامبر اتفاق افتاد با این میلیاردها دلار خرجی که این کشور میکنه برای اطلاعات و امنیت گفتن هزار، 230000 200 هزار دلار بیشتر خرجش نشد که اون هوافه ماها رو بزنن و دو برجای دوغلو و اون جاهای دیگه چطور تونستم چه کاری بکنه گردانندگان و عاملین رو که از مرز امریکا وارد امریکا شده بودن که اون کارو بکنن و گرفته بودنشون تو مرز ولی ولشون کردن حالا میری نگاه می‌کنی اصلا معلومه چرا ولشون کردن که صورا هواپیماشون زدن به برجای دوغلو خیلی سعی خودشو میکنه که یه مثال دیگه براتون بزنم من در چندین سال پیش توی جمعی از هموطنامون توی ارواین کالیفرنیا در مورد تحریم انتخابات سخنرانی می بحث آزاد من میگفتم تحریم یه کسی دیگر هم آورده بودم که میگفتن که نه تحریم نه باید بین رای بدیم اون آقا از این فرصت استفاده کرده بود و یه بند در تخریب مصدق در تخریب بنی اصلا چه هی من نگاه میکردم که این چه... حواسش پرته اصلا چه ارتباطی داره به سد زیاب و بنی بنی صدر و قوام و خوم... خب نمیدونم مصدق و اینها ولی اون باید بیاد این کارو بکنه خیلی هم روشن فکر رو نویسنده و فلان از این حرفا هست کارش اینه خب من چیکار میکنم عکس العمل نمیشم این میشه موازنه مثبت این میشه تقابل های کننده اون میخواد انرژی و وقت منو تحلیل ببره اصلا همیت نداره این حرفایی که اینا میزنن بس بگید ما بیشمار هستیم هرچه بیشتر تولیدات گفتاری، تصویری، صوتی، نوشتاری در فضای مجازی بیشتر بگرده کمتر قدرت میتونه از قدرتش استفاده بکنه دوباره اسلحه در دست سرکوبگر بی اثر میشه نمیتونیم بگیم سی نیست نمیتونیم بگیم سی آی اف آی نیست خودمونو که نمیخوایم گول بزنیم که هست ولی ما توانا هستیم بله آقای رایی عزیز دقیقا همونجور که شما میفرمایید یاد اون شعاری افتادم که این روزا توی ایران خیلی گفته میشه منظور به این که مردم خیلی آگاه هستن و آگاه شدن که حالا خیلی توی دانشگاه ما هم شنیدیم توی مخصوصا دانشگاه شریف که میگن مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر دقیقا آه. اون مردم هستن که به این آگاهی رسیدن که صلاح خودشون چی هست آه آه در این همین نظر شما که گفتید اون سلمان اینترنشنال دیدید که اون رسانگرش چه رفتار خشنی پید از خودش بروز داد وقتی که پشت سرش مردم داشتن همین شعاری که شما فرمودید رو تکرار میکردن دقیقا ممنون از شما جناب رایی عزیز بفرمایید و بعد از شما آقای شویان فقط زمان رو هم در نظر داشته باشید که ما ساعت هشت جلسه رو باید به پایان برسونیم بفرمایید آقای رایی خیلی ممنون من سوالی که خود شما فرمودین در مورد اینکه سیاست گریزی و عزلت در واقع بین ایرانی ها رواج داره و این پجدان احساسی که آقای صدارت مطرح میکنن این رو میخوام یه مقدار باز کنم که آقای صدارت روش بتونن تشریح کنن موقعی که آدم تصمیم میگیره در یه تشکیلاتی بره در یه جمعی بره و یا حتی در یک تشکیلات سیاسی بره همواره با پنج تا مشکل دست پنجه نرم میکنه یکی اینه که زمان کوتاست عمر کوتاست به همه کارا نمی رسیم دو این استش که برنامه هایی که میریزیم کامل پیاده نمیشه سه این استش که ظلم وجود داره چهار این است که عدالت هم به اندازه کافی وجود نداره پنجم پنجم این استش که توقعی که از رفتار دیگرها داریم همیشه برآورده نمیشه و بنابراین آدم موقعی که داخل تشکیلات میره این مشکلات موجب میشه که در موندن خودش در تشکیلات حالا خب اگه این تشکیلات تشکیلات سیاسی باشه دوچاره شک و تردید میشه یا حتی اگر منقلب بشه این تشکیلات رو ترک کنه و یا با خود عهد ببنه که دیگه وارد تشکیلات نشه یا وارد تشکیلات سیاسی نشه حل احساسی این چی هست؟ دومین سوالی که مطرح میکنم این هستش که این وجدان احساسی که شما توضیح دادید اینقدر وسیع است که حتی منطق و تفکر غیر احساسی ما رو هم در بر میگیره یعنی شاید بشه گفت که منظور شما این است که یک انگیزه میشه یا یه ناخداگاهی میشه پشت این نظر ها اما این احساسات ما احساسات گناگون ما در مبنای شش هیجان هستند ترس که الان صحبت چه کردیم دیدیم همین اینها جز اون پنجمیش که داره به وجود میاد وجود که داره به وجود میاد وجود داره یکیش این که ترس دوش این هستش که حیرته آدم تعجب میکنه از این همه و وحشت که ایجاد میکنه این همه در واقع وقاحتی که دارن در سرکو غم و اندوه هست که شما اشاره کردید دچار افسردگی میتونه بکنه و بیزاری هست تعجب میکنه از این همه انرژی های منفی که ایجاد میشه رفتار منفی که میبینه و شوق شعر و شعف هست در سر فعالیتی که آدم ایجاد میکنه و میبینه که بالاخره میتونه توانشو داره و نسل ها با همدیگه پا میشن و تشویق میکنن همدیگه رو بس این تنظیم این حیجان ها میتوانه نوع احساس ما رو تعیین کنه یعنی تنظیم این احساس اونطور که شما دارید صحبت میکنید شما دارید از انسان استراتژیک صحبت کنید انسانی که میتوانه تشخیص بده برنامه‌ریزی کنه احساسات خودش رو ببینه و بنابراین نقش این هیجان ها در ساختن این احساسات برای این انسان استراتژیک شدن مهم میشه بنابراین وارد این تشکیلات که میشیم اون مشکلات پنجگانه رو داریم و در این حال تنظیم این احساسات رو داریم و در تنظیم جمعی این اشکالات این جمعی این هیجان ها دوچار مشکل میشیم به عنوان مثال شما الان مثال زدید که من میخوام استقلال رو بر اساس حقوق بر اساس موازنه ادمی بر اساس توانایی طبیعی انسان تعریف کنم توی همین تشکیلات میاد یکی میگه که نه رژیم ولایت فقی استقلالم داره میخواستم یه مدار در این مو... موارد صحبت کنم مرسی خیلی ممنون بله دکتر بسیار مهمی هستش و اگر که تاریخ معاصر رو به خصوص نگاه بکنیم میبینیم که تشکیلات پشت سر هم اومدن و بعدم رفتن ولی میبینید که یه تشکیلات مثل همین کانون شما اومده و نرفته که هیچی پرتوانتر و پرمحصولتر و پرکارتر هم شده سوال شما بسیار گسترده است خودش یکی دو جلسه میطلبه با سوالایی که مطرح شد و بسیار جالبه برای من این به اصطلاح سوالایی که مطرح شده اینجا شاید بد نباشه که اصلا یه جلسه دومی رو هم راجع به این قضیه داشته باشیم و اگر که علاقه مندی باشه با طرح سوالات میشه اصلا اون رو به یک بوده دیگه ای بود حالا برگردم به به کامنت و از نظری که شما فرمودید در مورد تشکیلات به خصوص اینه که زمان کوتاهه بله اینه که ارزم به خدمت شما برنامه ها کاملا پیاده نمیشه اونم درسته ولی باز برگردیم به موضوع صحبت ما و در مورد وجدان احساسی روانی عاطفی ببینیم که اون رو چجوری میشه در این مجموعه سالمترش کرد تواناترش کرد و در نتیجه براینده تمام این چیزهایی که شما فرمودید رو به سمت مثبت سوق داد به جای به سمت منفی برای اینکه در یک گروه در یک خانواده هم همینجور یهو یه نفر میبینید که حالش بده به هر دلیلی و نمیشه اصلا هم کار خونه رو سیاست گفتید دیگه سیاست تدبیر عمره، تدبیر امور خونه هم سیاست دیگه که چه مثلا خونه رو تمیز نگه داریم مثلا اونم میبینید که نمیشه همکاری کرد باهاش حالا در اصطلاح اشل بزرگتر یک سازمان این وجدان احساسی که عرض کردم خود آگاهی خود دانی خود شناسی فقط مربوط به خود ماها نمیشه من وقتی که دانشجو توی مدرسه تب رو باهاشون سر کار میزنم وقتی که این اصلا خودش تبدیل شده به یک قسمتی از کاریکولوم توی به مدرسه تب، مفهوم جدیدیه شاید قدیمی تر از دهه نود نیست ولی با دید موازنه ادمی که بهش نگاه میکنید این تحلیلی که من برای شما دادم رو من در اختیار به اصطلاح تب میذارم و اینا وقتی که مقایسه میکنن با بقیه استادشون اون گفت و هایی که میشه برای من بسیار اولا مشوقه که چجور دید موازنه ادمی، آدم اصلا در زندگی شخصی خودش در یه جاهایی میتونه جلو ببره و پیش ببره که اصلا آنچه در وهم آن شود در نتیجه حالا بخوایم برگنیم به خود آگاهی وجدان این وجدان مربوط به خود شخص آدم نمیشه مربوط به دیگری هم میشه مثلا در بالین یک بیمار چجور هستش که الانه من دارم به این بیمارم میگم که تو مثلا فلان دارو رو باید مصرف بکنی این بیمار اصلا عصبانی میشه به هم میریزه دعوا میکنه حتی تو مثلا صداشو میبره بالا و این حرفا این رو نه تنها باید روحیه و احساس و روانشناسی خودم رو, رو روانکاوی کنم بلکه روانکاوی بکنم اون شخصی که کردارش، گفتارش، حرکات و سکناتش اصلا یه جور غیر حقوقی شده این مثالی که واضحتر هست رو اگر شما دوست عزیز آقای راهی ببرید در اون تشکیلاتی که الان مثال زدید اون وقت حتی اون کسی که در اون تشکیلات بدترین عمل کرد و داره غیر حقوقی ترین بدتر منظورم غیر حقوقی ترین ضد حقوقی ترین عمل کرد رو داره از اون راه میشه راه حل خیلی خوبی پیدا کرد در درجه اول شما عکس عمل نمیشه برگردیم به اون پزشک و بیمار میتونه پزشک عکس عمل بشه چه طرز حرف زدن حرف دهن از این چیزایی که تو ایران هم ما زیاد میشنویم یا اینکه نه میتونه باز در مورد محبت که از محبت دردها شافی شود صداشو ببره پایین با محبت با مریض شرف بزن در تشکیلات هم همینجور اون کسی که آدم میتونه بفهمه به خاطر فشارهای محیطی فشارهای درونی فشارهای خانوادگی شغلی اعصابش به هم ریخته احساس خطر میکنه حسادت هست رقابت هست نداشتن کنترل هست اون از دست دادن کنترل یکی از پایه های استراب هست اون وقت میریزه به هم از اون دید که نگاه بکنید اون وقت اون دوست عزیز رو اون هم تشکیلات رو هم حزب و هم هسته رو عضو دیگه خانواده رو میشه مدیریت حقوقی کرد در یک خانواده بسیاری از این طلاق که اتفاق میفته رو اگر از این دید وجدان احساسی نگاه بکنید خودتون رو روانکاوی کنید و همسرتون رو روانکاوی بکنید چه بسا که درصد طلاق بسیار 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 پایین خواهد افتاد و در مورد تشکیلات که به طریق اولا برای اینکه که تشکیلات سیاسی باز دوباره شما فرمودید سیاست گوریزی مردم دارند اون لفظ سیاست رو خوبه که تعریف بکنیم منظورمون چیه؟ سیاس بودن آقای خمینی و خامنه ای و پوتین و نمیدونم بوش و این حرف یا سیاست به معنای تدبیر و اموره اگر که سیاست به معنای تدبیر و اموره که اون دیگه گریزی نمیشه گریز کرد ازش شما صبح که از خواب بیدار میشید اگر سیاست گریز باشید منجمد تو تخت خوابتون با دیگه بخوابید زخم بستر میگیرید افونت میکنید میندازید تو بعد برنامه قصاب خونه تدبیر و امور در سطح کلان هم به همون ترتیب در نتیجه همین یه لغتی رو هم که الان به کار برده شد در این سوال باید بهش توجه کرد و نپذیریم اون تعریفی رو که از این واژه قدرت میخواد به ما تحمیل بود بسیار عالی ممنون از شما جناب صدارت آقای شایان هم دستشون بالاست ولی خب ما به پایان جلسهمون نزدیک شدیم یا دقیقا الان ساعت هشت است میتونیم که سوال شما رو بشنویم آقای شایان به صورت کوتاه و بعد از اون جناب صدارت لطف کنن که یه جنبندی کلی از جلسه داشته باشن که ما بتونیم حالا اون چیزهایی که در موردش بحث شد رو یه چکیده ازش بگیم آقای شایان بفهم سپاس از شما آقای یگانه سوال منم کوتاه در واقع میخواستم از ایسه دارد بپرسم که پیش بینی شما نسبت به آینده چیه آیا آگاهی رسانی ماها به مردم داخل ایران خیلی کمک میکنه که این آینده روشنتر بشه و این جنگ روانی رو به قولی ماها ببریم که اون باتوم توی دست ستمگر نابود بشه یا همزمان که ما داریم این جنگ روانی رو میبریم بازوی لابی رژیم یا به قول خود آمریکا یا لیکرایی که توی آمریکا هستن اونا هم قویتر میشن و این سرکوب بیشتر میشه ممنون بله ما چه روز از این جنبش خودجوش در این انقلاب در این منقلب شدن گذشته چه روز انقلاب ایران در عرض حدود یک سال به پنجا و هفت رسید بهمنش سودان در چهار روز الجزایر در دو... در چهار ماه الجزایر در دو ماه مصر در هیچده روز تونس در ده روز رومانی در هشت روز فیلیپین فقط چهار روز سوال مشخص شما اینه که پیشبینی من چیه پیشبینی من اینه که این آقایون همین فردا میرن هرگاه اگر هرچه تعداد بیشتری از ما بالاخره این وظیفه خودمون رو دریابیم که ما به عنوان یک شهروند مسئول وظیفه داریم در ساختن سرنوشت و خوب و خوبتر مشارکت کنیم با خشونت زدایی با موازنه عدمی اگه این کار رو تعداد هرچه بیشتری از ما بکنیم فردا میره اگر تعداد هرچه کمتری از ما بکنیم با خودتون رو درواسی نکنید بی خودی سراب به کسی نشون ندید این آقایون صد سال دیگه هم میمید. در یک تحقیقی که بیش از یک قرن دانشمندان علوم سیاسی هاروارد انجام دادن برای یک تغییر تحول بسیار عمده در یک کشور سه و نیم درصد بیشتر با کنش های سی... حق... حقوق مدار و خشونت زدا لازم نیست که یک تغییر تحول بسیار عمده صورت بگیره نظر بنده رو میخواهید من فکر میکنم که در ایران بسیار کمتر از سه درصد کافی هست اون حداقل لازمی که من در عرایزم یه بن ذکر میکنم منظورم همینه که یک حداقل لازمی از ما مردم بفهمیم هم بفهمیم هم عمل کنیم پندار کردار گفتار که باید عوض بشیم تا بتونیم عوض بکنیم نذاریم از جنس رژیم بشیم و در جنس انسان حقمدار شهروند قرن 21 کمی بشیم تا بتونیم سرنوشت خوب و خوبتری رو بر خودمون رقم بزنیم جواب سوالتون از این دقیق تر نمیشه پیشبینی از این صادقانه تر نمیشه دست من نیست که مثل اون آقا از ایران در رفته بود میگفت سه ماه دیگه اینا میرن چل سال گذشت از اون سه ماه اینه که سه ماه دیگه میرن یا سه قرن دیگه میرن یا سه ثانیه دیگه میرن بستگی به من داره به من من علی صدارت به سهم خودم به نوبه خودم بستگی به جناب عالی داره آقای شایان به سهم خودتون به شخص تنهای شما به سهم خودتون به نوبه خودتون اینه که صبح بیدار میشید بگید که امروز چی کار بکنم در جهت اینه که سردمشت خوب و خوبتری بسازم مردم سالارتر و حقوق بشم و کشورم بشه و منطقه بشه و دنیا بشه شب که خواستید بخوابید از خودتون سوال بکنید بیلان کار امروز من چی بود کجا کم کردم کجا زیاد کردم اون که زیاد کردن رو بهتر بکنم فردا بیشتر بکنم خیلی سخت این کار برای این کار لازم نیست زندگیتون رو تعطیل کنید آقا درس آقا مشق آقا دانشگاه آقا زندگی کار حرفه پول در آوردن تفریح کردن اصلا نباید اینجور کارا مانع تفریح کردن آدمو بشه در جوار اون اگر که هر چه بیشتر از ما یک حداقل رازمی از ما که چه طبق تحقیق در بیش از یک قرن سه و نیم درصد و در به نظر من زیر سه درصد در مورد ایران هست هر چه بیشتر از ما هر چه بیشتر فعال بشیم هر چه زودتر آینده های خوب و خوبتری رو برای خودمون میسازیم و از من خواستن که جنبندی کنم اینی که بگیم که ما ایرانی ها فقط هنر نزد ایرانیان است و بس و اینو نمیپذیرن ولی اینو بگیم که به لحاظ تاریخی به لحاظ جغرافیایی در ارز جغرافیا در طول تاریخ ما در یک جایی زندگی کردیم و تونستیم دوام بیاریم که هنوز هستیم و میتونیم با مولوی هشت قرن پیش با فردوسی ده قرن پیش زنگ، صحبت بکنیم حرف بزنیم حرفشو بزنیم خیلی عجیبه کجای دنیا میتونید همچی چیزی رو پیدا کنیم خودمون رو بشناسیم خوبیامون رو قدر بدونیم اعتماد به نفس پیدا بکنیم اعتماد به نفس به فرد خودمون به دوست خودمون به جمع خودمون به منطقه خودمون به ملت خودمون اعتماد به نفس فردی اعتماد به نفس ملی پشت بکنیم به قدرت ها قدرت های داخلی قدرت های خارجی قدرت های دولتی قدرت های غیر دولتی رو بکنیم به ملت ملت در هسته خودمون در گروه خودمون در این گروه قشنگی که شما این همه تولیدات داشتید اعتماد بکنیم قدرشو بدونیم اثرشو ببینیم در دنیا در دنیا گفتم اشتباه نگفتم اون وقت های ما خوب و خوبتر خواهد شد اون وقت اون عالم دیگر که به باید ساخت از نوع آدمی اول باید گفت آدمی دیگر به باید ساخت از نوع عالمی شروع کردیم از خودمون منتها خودمون رو آدم آهنی ندونیم خودمون رو ربات و کامپیوتر ندونیم احساس داریم غمناک میشیم خسته میشیم سرحال میشیم اون وجدان احساسی رو در مورد خودمون به کار بندازیم یک روانکاو خوبی بشیم بدون خود تخریبی اگر یه روز دیپرس بودیم افسرده بودیم عشق اومد از چشمون از غم مسترب بودیم بی خود میلرزیدیم از ترس خودزنی نکنیم خود تخریبی نکنیم بسازیم از گذشته با سازندگی نه با تخریب درس بگیریم در حال با سازندگی با درس از گذشته عمل بکنیم در آینده زندگی بکنیم اون وقت اونی که آقای رایی گفتن که زمان محدوده دیگه محدود نیست مصدق خیلی عمر کرد و مرد ولی مرد نمرد چارچوب زمان رو در نوردید و نیست هنوز زنده است شهید فاطمی هنوز زنده است شهید نواب صفوی هنوز زنده است حسین نواب صفوی منظورم نه احمد محمود نریمان بیشمار هستند هستن اینا که قدرت ها اونها رو سانسور میکنن پس با توجه به وجدان احساسی در مورد خودمون و در مورد افراد دیگه نزدیکانمون در تشکیلات خودمون و از اون مهمتر در طریق اولا در جمع خانه بزرگمون ایران ایرانیان اون وجدان احساسی رو مثل یک روانکاو حاضر روانکاوی کنیم و روان درمانی کنیم با محبت که از محبت دردها شافی شود از محبت مرده زنده می خیلی خیلی ممنونم از این توجهی که داشتید و جلسه ای که برگزار شد بسیار عالی ممنون از شما جناب صدارت و همکاران عزیز اگر که سوالی نمونده و یا مطلبی دوستان نمیخوان اضافه بکنند من جلسه رو به پایان میرسونم با خواندن فراخان امروز امروز 26 اکتبر 2022 برابر با چهار آبان ماه 1401 جلسه ویژه نمایندگی اروپا کانون دفاع از حقوق بشر برگزار شد و من از همه همکاران و دوستانی که ما رو تا این لحظه همراهی کردن و عزیزانی که در فضای مجازی ما رو دنبال میکنن تشکر میکنم و همچنین از مهمان برنامه آقای دکتر علی صدارت که با موضوع اعتراضات وجدان و ابعاد اون که اطلاعات خیلی خوبی در اختیار ما و تمام کسانی که به حقوق بشر اعتقاد دارن و فعالیت میکنن تشکر میکنم از بیاناتشون مسئول جلسه خودم مهرداد یگانه و ضبط صدا و ادمین ها سرکار خانم لیلا رمضان آقای سپهر رضای شایان و سرکار خانم نادیا مشرف بودن که از این دوستان هم تشکر میکنن تا درود دیگر بدرود خیلی